برنامه عصر. خیلی خوش اومدید، خیلی خوشحالم که امشب در این برنامه در ادامه مسیر تحلیل این بحران کرونا خدمت حضرت آیت الله میر باقری هستیم. خیلی خوش اومدید آقا برنامه. سلام علیکم خدمت استالی و حضرت همه مخاطبان عزیز همکاران عزیزتون، عرض سلام و ادب و احترام دارم. بندم خوشحال هستم توفیق شد خدمت شما باشیم و در این برنامه فاخرتون شرکت کنم. خیلی ممنون متشکرم. در ادامه برنامه ما چند مصاحبه داریم، یکی با پروفسور کوین بارت از ویسکانسین، یک مصاحبه داریم با آقای مایکل جونز، دکتر مایکل جونز از ایندیانا. آقای کوین بارت استاد زبان عربی و اسلام شناس هستند، در دانشگاه ویسکانسین بودن. آقای جونز هم به همچنین یک استاد و مسئول مجله اینترنتی Cultural Wars، جنگ های فرهنگی، و همچنین مکس بلومنتال از واشنگتن که فرزند مشاور دو رئیس جمهور آمریکا بود پدرش، و ایشون هم از نویسندگان قهار و معتبر آمریکایی هستند که در برنامه شرکت میکنم، و همچنین جناب پروفسور دکتر علی کرمی که امشب خوشحالم که ادامه بحث رو با ایشون خواهیم داشت. یک مسئولیتی رسانه داره به نظرم که تحلیل کنه این جریان و این بحران که دیگه اقلیمی نیست، منطقه‌ای هم نیست، جهانیه. ما پیچ تلویزیونی که باز میکنیم نگاه میکنیم که امروز تو نیویورک چه خبره، این بحران چجوریه، این که به طور کلی همه کشورها قرنطینه هستن، چه چند هزار به اصطلاح فوت چه داشته باشن، چه دوتا داشته باشن، همه تو قرنطینه هستن. و دنبال این هستیم که این تفسیر معنوی این جریان، یعنی بحرانی است که یه بعد معنوی هم داره، یعنی برای هر کسی که اهل اندیشه و تأمل هستش یه چیزایی داره میگه. و وقتی شما فرصت دارین و تو قرنطینه هم هستید و فکر میکنین، تعامل میکنین، یه پیامایی داره که این پیام خیلی مهمه. خیلی هم دارن به این موضوع فکر میکنن. امشب از این چند تا میهمان در امریکا ما همین سوال خواهیم داشت. اون شعله این ماجرا تو امریکا بالاتر از چین و همه جای دنیاست. این آدم ها آدمای معنوی هم هستن که کتابهاشون و سخنرانیهاشون و برنامه‌هاشون گویا این هست. و سوال ابتدایی بنده از حضرت عالی همین هستش که اول ما چه رسانه مسئولیت داره برای تبیین و تحلیل این ماجرا تو همین مرحله کلان هستیم، و اولین چیزی که به ذهن میاد در عکس العمل به این که این قرنطینه جهانی و این که به اجبار همه مجبورن قرنطینه بشن، همه باید فاصله بگیرن، و یک صحنه جدید، یک زمان جدیدی الان، یک مثلا یه عصر جدیدی پیش اومده، این رو می‌خواستم تبیین کنم. در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب این ایام مقارن با سالگرد میلاد وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا هست. خدمت همه مخاطبان عزیز استالی تبریک عرض میکنم و امیدوارم که مبدا یک تحول عظیم برای کل جامعه مؤمنین و بلکه جامعه جهانی باشه. عرض کنم این پدیده ابتداعا چهره بهداشتیش مورد توجه قرار گرفت، و خب لازم هم بود دیگه، به خاطر اینکه واقعا این مخاطره جدی برای حیات جامعه بشری پیش آمده بود، و به خصوص در کشور ما هم الحمدلله وزارت بهداشت، سایر همکاران عزیزشون، دانشمندان دیگه تلاش کردن و توفیقات فراوانی هم به دست آوردن. خدا انشالله بر توفیقاتشون بیفزاد، به خصوص عزیزانی که در صف مقدم مبارزه با این بیماری هستند، انشالله مورد عنایت حضرت قرار بگیرند. ولی پیدا بود از همون آغاز، خاطرم هست که دو ماه قبل در جلسه ای که محضرتون بودم موقع عرض کردم که این یه جنبه های فراتری داره، رشته های دیگر علوم اجتماعی و انسانی، و حتی یه جنبه های فرارشته ای داره.
الان کم کم همه اون جنبه ها دارن خودشون رو نشون میدن در حوزه اقتصاد، سیاست، امنیت و حتی فرارشته‌ای که مسئله نگاه تمدنی است و آرام آرام میبینید اظهار نظرهایی که داره شکل میگیره از ناحیه کسانی که نگاه تمدنی دارن و پسا کرونا رو دارن تحلیل میکنن. خب بعضی ها میدونید، من دیدم نظریاتی که داده بودن به دانشمندان غربی، عمدتا تو همون چارچوب فکری و پارادایم اندیشه مدرن دارن واقع رو تحلیل میکنن و کمتر توجه کردن به این واقع از منظر فراتر از چارچوب های اندیشه مدرن. و حالا مثلا پسا کرونا رو که تحلیل میکنن، دنیای پس از این واقعه رو، مثلا معتقدن که جابجایی قدرت اتفاق میفته بدون اینکه در چارچوبه های نظری حاکم بر جهان تغییری پیدا بشه، معادلات حاکم تغییر کنه، یه جابجایی قدرت پیدا میشه. مثلا چین یا کشورهای آسیایی قدرتمندتر میشن، احتمالاً امریکا و غرب قدرتشون کاهش پیدا میکنه، افول پیدا میکنن احیانا، از این دست تحلیل ها. یا احیای مجدد عرض کنم ملیگرایی و توجه به قومیت و ملیت و اینها نظریات و نظریات دیگه ای که گفته شده در آینده جهان اتفاق میفته، ولی همه اینا نشون میده که واقعا این یه امر بسیار مهم نیست. خیلی از کشورها و دولت ها الان صادرات کالاهای استراتژیک خودشون رو متوقف کردن، چون نگران هستن که ادامه پیدا کنه این واقعه و منتهی بشه به یه نوع کمبود مواد غذایی و بعد قحطی مصنوعی و امثال اینا. و بعضی از رفتارهایی که شما در جامعه غرب میبینید، ملاحظه فرمودین، و بعضی از سیاستمداران هم یه اظهار نظرهای جدی نسبت به آینده جهان کردن. علی‌ای‌حال غرضم اینه که این واقعه جنبه های فرارشته‌ایش داره کم کم جدی میشه و ما هم به ناچار باید بهش بپردازیم، چون اگر نپرداختیم و در بر مبنای پروتکل های دیگران عمل کردیم، دنبال رو اونا خواهیم شد در اون نگاه کلان. بنابراین ما باید به این هم نگاه بکنیم. حالا نگاه های متعددی بود، یه نکته رو من اخیراً عرض کردم، اینجا هم تقدیم میکنم محضر شما و مخاطبان ارجمند، درسم رو پس میدم. خب با یه نگاه پسینی، این که حالا چرا این اتفاق افتاد و چجوری این ویروس منتشر شد، از اون فعلا من نمیخوام بحث کنم، چون احتمالای مختلفی است. بعضی گفتن شکل طبیعی داشته که احتمالش خیلی ضعیفه، یا یه ویروس جهش یافته است که به طور طبیعی جهش یافته است، یا اگر مصنوعی بدون اینکه یک تصمیمی پشت سرش باشه انتشار پیدا کرده. بعضی هم گفتن نه، یک اراده‌ای بوده برای ساخت او و انتشارش، به خصوص با شکلی که داره که کاملا میسازه با اینکه مردم را از عرصه دنیای حقیقی به عرصه دنیای مجازی عبور میده و در واقع الان جامعه جهانی در یک رزمایش بزرگ برای عبور از دنیای حقیقی به دنیای مجازی هستن. خیلی ها آموزش هایی که نسبت به ورود به فضای مجازی دیدن تو همین دوران یکی دو سه ماهه، شاید بیش از آموزشش که در طول چند سال گذشته دیدن. بنابراین بر این اساس احتمال دادن که این یک کار جدی است و تدبیر شده است برای عبور از جامعه مدرن به پسا مدرن و ایجاد یک حکمرانی مجازی در جهان که حالا مختصاتی داره، ولی بی تردید در اون فضای حکمرانی مجازی نظام سلطه حضور جدیتر و قدرتمندتری داره و جهان رو بیش از گذشته میتوانه کنترل کنه. حالا من اصلا کار با نگاه پیشینی ندارم که حالا چرا پیدا شده، ولی به نهاز نگاه پسینی تردیدی نیست که ما در فضای رقابت تمدنی که قرار داریم، به خصوص تمدن اسلام و تمدن غرب، تمدن پایانی غرب که لیبرال دموکراسی است، این پدیده است که کسانی که نگاه تمدنی بهش میکنن میگن بالاخره غرب تلاش میکند که از او برای عبور از بحران های کنونی تمدن غرب
به یه مرحله‌ای که حالا بحران‌های اقتصادی، سیاسی یا حتی بحران‌های انسانی که داره، یعنی مثلا فرض بکنید نسبت به نیروی انسانی فرسوده و امثال اینها که میانگین سن خیلی کشور اروپایی بالای 47 سال هست و این خیلی خطر بزرگی است و تهدید میکنه امنیت اقتصادیشون رو هم. این که حالا بدهی‌های بزرگ جهانی که پیدا شده و واقعا از آغاز دهه 80 تا الان قریب 40 سال از 80% تولید ناخالص ملی به 240% رسیده، یعنی هر فرزند، هر کودکی که متولد میشه به اندازه 240% بدهکار الان. علی‌ای‌حال برای حل این بحران ها و من باز روی کرده خود حضرت علی عرض میکنم، از همه مهمتر دنیای غرب برای حل از چالشی که انقلاب اسلامی برای ایجاد کرده و رقابت تمدنی اسلام، از این پدیده استفاده خواهد کرد و تدبیر میکنه که جهان رو به سمت یک آینده با نظم پیچیده تر مادی و با رقابت کمتر، رقبای کمتر به خصوص عرض کردم رقیب تمدنی پیش ببره. که یکی از نگاه همینه که تلاش میکنه جامعه جهانی رو به سمت حکمرانی مجازی پیش ببره. خب این یک روی کرده. طبیعتا ما هم اگر رقیب تمدنی هستیم باید تو همین مقیاس نگاه بکنیم و تلاش بکنیم یه معبری برای جامعه آرمانی خودمون درست کنیم، یعنی به سمت ظهور از این پدیده استفاده کنیم. بالاخره دو تا تمدن، این دو تا تمدن در طول تاریخ هم نمونه ها و نمادهایی داشتن و هر دو هم تلاش میکردن یک آینده های آرمانی رو به بشر ارائه کنن. انبیا عصر ظهور رو ارائه میکردن و جامعه های آرمانی، آرمان شهرهایی که در طول تاریخ ارائه شده، و تلاش میکنه غرب که جامعه جهانی رو به سمت آرمان شهر نهایی خودش که حالا مثلا کلبه الکترونیکی است یا چیز دیگری به اون سمت عبور بده، ما هم باید تلاش کنیم که جامعه جهانی رو به سمت عصر ظهور تغییر بده، یعنی یک رزمایش بزرگ ایجاد بکنیم در مقابل رزمایش عبور از دنیای حقیقت به فضای مجازی، از دنیای عرض کنم کنونی به سمت عصر ظهور که حالا یک عالمی است با نقطه مختصات خودش که به یه معنا غیب این عالم در این عالم ظهور پیدا میکنه و یه جهان دیگری اتفاق میفته. خب حالا طبیعتا این پدیده از همین منظر میتوانه یک جنبه معنوی داشته باشه، یعنی میتونه انسان رو وارد عهد معنایی بکنه، یعنی دوباره به عهد معنویت، به عهد با انبیا، به عهد با خدا متعال برگردونه. این خصوصیت در این هست و بشر بالاخره باید به این عهد برگرده. قناعت میکنید الان چالشی که برای جامعه جهانی پیدا شده به هر دلیل، اصلا من کار با نگاه پیشینی به اون کیفیت ندارم، علی‌ای حال ناشی از تغییر سبک زندگی بشره، هر چه که باشد، چه عوامل اقتصادی داشته باشه، چه عوامل امنیتی داشته باشه، چه جنگ بیولوژیک باشه، ناشی از تغییر سبک زندگی بشره که در دوران مدرن پیدا شده. و این هم مثل بسیاری از بحران‌های زیست محیطی که حالا خودشون رو به تدریج نشون خواهند داد، ناشی از این هست که بشر در دوران مدرن احساس کرده که میتواند در عالم خدایی کنه. من معتقدم دانشمندانی که در آغاز دوران مدرنیته ادعا کردند که تاکنون بشر در جهان زندگی میکرده بر اساس آموزه‌های انبیا، ما از این به بعد به جای اینکه در جهان زندگی کنیم میخوایم جهان را آنچنان که میخوایم بسازیم، اونها بعد پاسخ این بحران ها رو بدن. یعنی اونها غفلت میکردن از این که ما خدای عالم که نیستیم، که سنن الهی بر عالم حاکمه، اگر ما اون چارچوب های سنت ها رو رعایت نکنیم تحت عرض کنم فشار قرار میگیریم و اون سنت ها ما رو تحت فشار قرار میدن و اون محکوم به پذیرش خودشون میکنن. حالا اونها بعد پاسخ بدن. یعنی و عجیبم است که حالا بعضی الان مدعی شدن میگن که خب پس دین، اولیاء دین چه کار میکنن برای عبور از این بحران؟ اون حالا یه پاسخی داره، ولی واقعا بحران دست ساخته خود بشر مدرن که خودش با زیر پا گذاشتن تعالیم انبیا و پشت کردن به اخلاق انبیای الهی که اخلاق بندگی است و با استکبار و ایستادگی در مقابل اخلاق انبیای الهی، یه بحران‌های بزرگ زیست محیطی برای خودش درست کرده.
چاره ای نداره جز بازگشت به دامن انبیا، چاره ای نداره. یعنی باید زمین بگذاره اون، عرض کنم، استکبار خودشو و دوباره در مقابل خدای متعال تواضع بکنه. من احساس میکنم که این بحرانی که کل حالا بشر کنونی رو عاجز کرد و فعلا از عهدهش بر نمیان، البته ممکنه بعدا یه راه حلی برش پیدا بشه، این یک بحرانی است که میتونه ما رو عبور بده به سمت معنویت، به سمت توجه به خدای متعال، به سمت تسلیم به تعالیم انبیای الهی. دوباره برگردیم به زیست در بوم انبیا، در چارچوبه هایی که انبیا برای حیات بشر ادیان الهی معین کردن. احساس میکنم از این منظر به رشد معنویت منتهی میشه. آقا میدین یک فرصتی هم پیش اومده برای اینکه بروز ظرفیت هایی که در جامعه ما هست، ظرفیت هایی الان رها شده، کسایی میان تو خیابون، کسایی ریسک میکنن که بعد معلوم میشه الان کی چی کار هست. الان توی همچین بحرانی کی میره نزدیک یک فوت شده ای که بود حالا دفن بشه، کی میره کنار بیماری که میدونن کرونا داره، اونایی که کم میارن کیا میان پشتیبانی، نیروی پشتیبانی کیه، چقدر ما داریم، نیروی پشتیبانی چند نفرن. توی لبنان جاده سازندگی ادامه داره، تو کشور ما چیز شد بعد از جنگ منحل شد، ولی تو اونجا جاده البنا همه کار اونجا رو الان تو این زمینه رسوندن غذا در خونه مردم، همه جور کمک، همه جور یک به نوعی. تو ایران هم چه بدون اینکه سازمان دهی دیگر هم باشه خاص با عناوین دیگه ای، و این خودش یک مثل یه به نمایش گذاشتن یه تواناییه. بله. که در واقع کسایی تو خیابون میان، کسایی تو میدون میان، با جونشون بازی میکنن و با جون دل، یعنی با رضایت کامل، کم هم نیستن. اینقدر نیروی این حزب الله این هست که آماده است که بیاد تو صحنه، اینم رها شده تو صحنه آمده، به نظر من یه مانور خیلی قویه، اونم توی ایامی که ما داریم دیگه رجب و شعبان و رمضان، ماهای مقدسه و قربه، واقعا ماهای قدرته تا برسیم به اوجش که در ماه مبارک رمضان هستش. پس اینم رها شدن ظرفیت حزب الله است که خیلی خوب تو این 40 سال جواب داد. یه بار تو 8 سال دفاع اونجوری نشون داده خودشو، اون یه توطئه بود و توطئه های بعدی که پیش اومد، داعش که تو منطقه، بعد ما باز رفتیم برای کمک، یا رشد انقلاب اسلامی خارج از مرزهای ایران، این توانایی. دوستان یک گزارش تهیه کردن، زحمت کشیدن، از اوضاع انگلیس، و اگه موافق باشین این یه پرده ای رو با هم ببینیم، 8 9 دقیقه است، یه متنی داره در خدمت است، بعد به بهانه اون میتونیم بحث رو ادامه بدیم. در خدمت است. پنج ماه پیش هیچ کس فکر نمی کرد که ساده ترین ساختار بیولوژیک ممکن بتونه در عرض چند ماه اینطوری نظم دستساز بشر رو زیر و رو کنه و یک ویروس ساده که کل اطلاعات ژنوم سلولیش کمتر از 8 کیلوبایته، بشر مغرور و هوشمند رو اینطوری مستأصل کنه و از پا در بیاره. تنها 4 ماه لازم بود تا این قطعه ساده پروتئینی هنرمندانه نظم 400 ساله دستساز بشر رو به هم بریزه و دست این مدیریت سراسر تبعیض و معیوب جهانی رو رو کنه. این ویروس هرچقدر منحوس، کم کم داره تبدیل به یکی از بزرگترین روشنگران تاریخ میشه. حالا کمبود ماسک‌های طبی تونسته ماسک سیاستمدارانی رو که تا دیروز مدعی بودند برای حفظ ارزش‌های انسانی دست به هر اقدامی بزنند برداره. همین 2 سال پیش بود که نخست وزیر سابق بریتانیا رسما اعلام کرد که آماده است برای حفاظت از شهروندان بریتانیایی بمب اتم بر سر سایر ملت‌ها بریزد. Is she personally prepared to authorize a nuclear strike that could kill 100,000 innocent men, women and children? Yes.
حالا همون شهروندان نامه‌هایی در صندوق پست خانه‌هاشون دریافت می‌کنند که دولت رسماً از اونها می‌خواد تا اگر در حال شیمی درمانی هستند یا مشکل کلیوی دارند یا مسن هستند و کرونا دارند برن بمیرن. اونها حالا مجبورن فرم‌های موسوم به DNA CPR امضا کنند و کتباً اعلام کنند که می‌دانند که در صورت وخامت حالشون حتی نباید به بیمارستان مراجعه کنند. حالا به افراد مسن هشدار داده شده که باید 4 ماه در خانه‌های خود قرنطینه بمانند و برای سیستم درمانی انگلیس دردسر اضافی تولید نکنند. این اتفاقات در کشوری میفته که توسط یک پیرزن 93 ساله حکمرانی میشه و رعایای ایشون مجبورن سالی بیش از 80 میلیون دلار از جیبشون بدن تا ایشون و خانواده پرزحمتش خوب زندگی کنن. جشن تاجگذاری چند سال پیش این خانم که یادتون هست با چه زرق و برقی پوشش داده شد و آب از لب و لوچه خیلی ها حتی تو ایران راه انداخت. پولش توسط همین افرادی پرداخت شد که حالا باید برن بمیرن چون پیرن. تقریبا همون موقع ها بود که انگلیسی ها در افتتاحیه المپیک لندن باد به غبغب می انداختند و پوز NHS یا همون سیستم درمانی بریتانیا رو می دادن که مثلا یکی از پیشرفته ترین سیستم های درمانی دنیاست. حالا این ساختار چند نانومتری حقیقت سیستم درمانی منفعتگرا رو بیرون ریخته. پرستارهایی که در خط مقدم مبارزه با این ویروس هستند حالا مجبورن کیسه پلاستیکی تنشون کنند و ماسک به هم قرض بدن. اگر هم اعتراضی بکنند اعتراضشون خفه میشه. این میشه که مجبور میشن اینطور با دوستان خودشون درد و دل کنند. I'm under no illusion that I'm potentially putting myself in danger. My friends on A&E, they're telling me about the PPE situations, they're telling me about the workload situations and the lack of swabbing. I've got several friends who've tested positive now. I'm under no illusion that I'm probably going to be a statistic as well. اونهایی که در کابوس‌های کافکایی کتاب قلعه حیوانات جورج اورول رو نمادی تمثیلی از یک سیستم اقتدارگرایی بی‌رحم می‌دیدن، حالا کافیه یک سرچ ساده بکنند و نمونه‌های فراوان فریاد و فقان شهروندان عادی لندن رو ببینند که چطور از سوء استفاده پلیس از قدرتش در دوران کرونایی فقان می‌کنند و صداشون به جایی نمی‌رسه. اون روزای اولی که کرونا تازه وارد مرزهای غربی‌ترین اقتصاد لیبرال اروپا شد، جانسون قول انگلیسی ترامپ خیلی راحت تو چشم مردمش زل زد و گفت I urge people who think in view of what we're saying about their potential symptoms that they should stay at home. I urge them not to call 111 but to use the internet. And I must level with you, level with the British public. More families, many more families are going to lose loved ones before their time. همون روزا بود که مواجب بگیرای اولیا حضرت از مدیریت انگلیسی بهبه و چهچه می کردن. بیماری مدافعین سلامت مردم رو مسخره می کردن و به ایران تنه می زدن که یکی از بزرگترین قتلگاه بشری شد. اما این ساختار کوچولوی پروتئینی داشت کار خودشو می کرد و 4-5 هفته لازم بود که وضع به جایی برسه که به اصطلاح مدیریت انگلیسی افتضاحی به بار بیاره که روزی چند صد شهروند بیگناه تلف بشن. اما ظاهراً کرونا ولکن قضیه نیست. در غیاب نخست وزیر و ولیعهد کرونا گرفته بریتانیا، ریشی سوناک و پریتی پاتل وظایف اونا رو بر عهده دارن. تا ابتدای قرن پیش انگلیسی ها در هند کار رو به جای رسونده بودند که هندی ها مجبور بودند بهشون بگن صاحب.
حالا کرونا دو وزیر هندی تبار رو کرده صاحب و زمامدار امور بریتانیا. عجب دنیای عجیبی شد. بیش از دو دهه رسانه‌های راستگرا و ضد مسلمان انگلیس از هر فرصتی استفاده کردند تا با خشن، عقب مانده و ضد تمدن معرفی کردن مسلمان‌ها احساسات شهروندان عادی رو علیه اونها تحریک کنند. اما کرونا باز هم خیلی از رشته ها رو پنبه کرد. تا انتهای هفته پیش 6 نفر از کادر پزشکی و پرستاری بریتانیا به خاطر تعلل دولت در تامین تجهیزات اولیه پزشکی جان دادند که 5 نفر از اونا پزشک و پرستاران مسلمان بودند. احتمالاً حال این روزای خیلی از غرب‌گراهای وطنی که شیفتگی رو به حد غرب‌گدایی رسوندن حال عجیبی باشه. عناصر نغنغو و بی‌سوادی که یک عمر تو سر ملت خودشون زدن و انگلیس رو به عنوان یکی از الگوهای مطلق پیشرفت و آسایش معرفی می‌کردن، حالا موندن با این همه تناقض و شکست عاطفی. کرونا به همه این لجبازها هم درس خواهد داد. یک ضرب المثل فرانسوی میگه تنها احمق‌ها هستند که عوض نمی‌شوند. یک گزارش از انگلیس و ابعاد مختلف که چند لایه هست دیگه که پیش آمده. یعنی تو همین چند هفته همه شاهد این بحران و بعدم بعض بخیمه حال نخست وزیر رو، این کسی که یه نگاه خیلی تاریک هم به جهان اسلام داره و در این چنین وضعی هستن. امروز یه تصویر دیگه برای من فرستادن که بعد میبینیم با هم توی نیویورک که حالا تو مرکز شهر نیویورک، حالا هیچ کس هم نیست، تو تایم سکویر، میدان تایم، یه کسی داره فریاد میزنه توبه کنید، برگردید به خدا، زمان توبه است و توبه جمعیه. و این هم حالا بعد میبینیم، یعنی این صدا یواش یواش تو جایی که مذهب باز قوی هستش و آدمایی هستن که سالهاست دارن داد میزنن، الان یک فرصتی است که تو سکوت محض، تو قرنطینه محض، که بعد میاد تو خیابون که دیگه نه رفت آمدی، نه خرید و فروشی، نه تبلیغی آنچنانی، میاد تنها شبیه این فیلم هایی که آدم میبینه از یحیای تعمیدنده، از این صحنه که برگردید به خدا و توبه کنید. این همون سوالی است که ما از حضرت عالی داریم، که این یه چیزی پیش آورده، یعنی این صحنه پیش آمده که همه رو غافلگیر کرده. تشم معلوم چی میشه؟ ما امشب صحبت میکنیم، نمیدونیم دو ماه دیگه سه ماه دیگه چی خواهد شد، هیچ کس هم نمیتونه بگه، ولی دنیا رو قرنطینه کرده، همه تو یک سکوتی و یه حالتی که اینجا باید بزرگترها بیان تحلیل بکنن فلسفه این وضع رو، و بعد تو فرهنگ ما، فرهنگ اسلامی ما، فرهنگ انقلاب اسلامی ما هم یه تصاویری ما از قبل آماده داشتیم و این غنی بودن این انقلاب و این قدرتش هم در همین است دیگه. این چیزی که خیلی ترسناکه برای غرب اینه، این جنبه فرهنگی است که داره و غنیه و اونا شبیهش هم ندارن و پاسخ هم داره، از آیات قرآن بگیرید تا کلام نهج البلاغه و امثاله و ادعیه و چوچه، که این یک فضای هستش که انقلاب اسلامی نگه داشته از تمام بحران ها تو این 40 سال گذرونده، از بحران 8 سال جنگ، از بحران داعش و امروز از این بحرانی که بحران کرونا، که ما هم گرفته، البته ما همه درگیرش هستیم، ولی جو کلا عوض کرده. آدم به فکر میره، تأمل میکنه که یعنی چی. خدمت شما هستم. استفاده کردیم، هم بسیار تصویر جامع و خوبی بود و در واقع این پدیده داره اون پرده رو از چهره غرب بر میداره و غرب رو به صورت اوریان و بدون فیلتر به مردم نشون میده. البته این که عرض میکنم به معنای مردمی که در غرب زندگی میکنن ضرورتا نیست، چون ممکنه انسانهایی در متن جامعه غرب باشند که مثل مؤمن آل فرعونن، در کاخ فرعون بود، اولین مؤمنم بود،
مثل جناب موسی کریم علی نبی جناب علی و آله و علیه السلام در کاخ فرعون بزرگ شده، یکی از انبیای اولوالعزم، مثل همسر فرعون که قرآن از او به عنوان زن اسوه یاد میکند، همسر فرعون هم بوده. در غرب هم حتما چنین انسانهایی هستند و یا حتی یه قشر بزرگی که مستضعفند. یعنی واقعا این گفتمان عرض کنم قاهری که بعد از مدرنیته بر غرب حاکم شد، اونها رو هم در محرومیت از ندای دعوت فطرت خودشون شنیدن او و اجابت او قرار داده. الان داره پرده ها کنار میره، هم باطن این تمدن ظهور پیدا میکنه، این تمدنی که مدعی حقوق بشر و نو دوستی بود و بعد از جنگ جهانی دوم عرض کنم منشور ملل رو نوشتن و سازمان ملل رو برای دفاع از صلح رو انداختن و امثال اینها. البته این همون کسایی بودن که در جنگ جهانی طبق آمارای رسمی 70 میلیون انسان کشته شده به دست همینها، و این تازه تعداد کشته های آشکار، کشته های خاموشی که به خاطر قحطی های مصنوعی و اپیدمی ها شکل گرفته در خود ایران ما بین 4 تا 9 میلیون رقم تخمین زده میشه، اونها رو بگذاریم کنار. همونها حقوق بشر، منشور حقوق بشر رو هم نوشتن و مدعی حقوق بشر و آزادی و دفاع از آزادی هم هستن، ولی در باطنشون یک استکبار و سلطه طلبی بر جهان هست. این باطن خودشو داره آشکار میکنه، عنایت میکنه و این پرده داره کنار میره. و این دو تا خصوصیت داره، یکی ملت هایی که در مقابل اونا تحقیر شدن و به دنبال تحقیر فریفته شدن آزاد میشن. چون میدونید مدل غرب در دوران استعمار مدرن و حتی پسا مدرن ایجاد فریفتگی، تحقیر و انحلال، یعنی سه قدمه. یعنی ملت ها رو اول فریفته میکنن، تحقیر میکنن در مقابل ابهت خودشون، بعدم منحلشون میکنن، استحاله میکنن. این شیوهشون بوده دیگه. دیگه نه اشتغال نظامی میکردن، نه از طریق گماشته هاشون، بلکه یه نیروهای تحقیر شده رو تربیت میکردن، میفرستادن. ملت ها هم در مقابل نظم خودشون تحقیر میکردن و طبیعتا آرام آرام دین خودشونو بر جهان حاکم میکردن، ایدئولوژی خودشونو. چون تا نیست غرب دین نداره، لکم دین و کم ولیه دین خودشون رو جهانی میکردن. غرب دنبال گسترش ایدئولوژی خودش، دین خودش. یادم است در حمله‌ای که به دنیای اسلام کردن بعد از 11 سپتامبر، 60 نفر از متفکرین امریکایی یه نامه‌ای به بوش نوشتن و دفاع کردن از حمله بوش. همی گفتن این جنگ برای گسترش ایدئولوژی امریکایی است و لذا جنگ اخلاقی است. ولو از سلاح غیر متعارف استفاده کنید. اونا میخوان ایدئولوژی خود، دین خودشون رو بست بدن. خب یکی با کنار رفتن پرده از واقعیت غرب و این روتوشی که غرب کرده، چهره هالیوودی که از خودش نشون میده یا چهره ای که از پس پرده توریسم نشون میده از خودش، وقتی جامعه جهانی با چهره واقعی غرب آشنا میشه، یکی اون تحقیر شده ای از بین میره، ملت ها آزاد میشن، آماده میشن برای پذیرش معنویت و دعوت انبیا. دوم مستضعفینی که در خود جامعه غرب بیش از چند قرن تحت سیطره گفتمان مدرن هستن و ندای فطرت اونها شنیده نمیشه، اونا هم آرام آرام به نقطه‌ای میرسن که وقتی چهره واقعی این و ضعفاش نمودار میشه، ندای فطرتشون شنیده میشه. لذا من گمان میکنم میتونه سرآغاز یک تحول معنوی عظیم باشه. یعنی همینطوری که رقیب میخواد از این امر استفاده کنه، از این خوفی که بر جهان مسلط شده، مثل خوفی که بر جامعه جهانی بعد از جنگ جهانی مسلط شده بود، الان هم غرب میخواد از این فضا استفاده کنه برای ایجاد یک نظم شدیدتر مادی و سلطه بیشتر از طریق فضای مجازی و حکمرانی مجازی رو حاکم بکنه. من به نظرم میاد یک بستری هم از این طرف ایجاد میشه که میتونه فروپاشی از باطن، حالا تعبیر فروپاشی رو لطیفترش کنم، افول از باطن و زوال غرب رو از باطن تسریع کنه و از جمله یک انفجار معنوی، یک جهش معنوی در جامعه غرب ممکنه در پی این واقعه اتفاق بیفته. اینا احتمالات، البته بعضی از علائمش هم همینطور که فرمودید داره ظاهر میشه. اینم یکی از جنبه های این پدیده است که میتونه مورد اقبال ما قرار بگیره و ما باید یه کاری بکنیم که یه نظم جدیدی رو
طراحی بکنیم، کما اینکه اونها دارن نظریه یا به اصطلاح برنامه نظم جهانی پسا مدرن رو طراحی میکنن، ما هم باید دنبال ایجاد نظم جدید به یک معبر جدیدی باشیم. از جمله همین که فرمودید، ما یه ظرفیت هایی برای تعاون اجتماعی داریم که در غرب نیست. حالا اگه مجال است الان عرض بکنم، غرب میتونید بر اساس داروینیسم اجتماعی محیط اجتماعی رو هم محیط تنازع بقا میدونه و میگه باید قوی تر بماند و عیبی نداره برای بقای قوی تر ضعیف نابود، هیچ اشکالی نداره، کار امر غیر اخلاقی نیست. در طبیعت هم همینو میگن دیگه، نظریه داروین. خب طبیعتاً طبیعی است که بالای 60 سال رو عرض کنم سلامتشون رو تضمین نکنن، خدمات بهشون ندن، در کم بوده امکانات. چرا؟ چون تنازع بقا میبینن دیگه. این خودشون اینجا نشون میده، این تضاد منافعی که ایجاد کردن و انسان بازار درست کردن و جامعه رو به یک بازار تبدیل کردن که هر کسی دنبال منافع شخصی خودشه، تو این تضاد منافع است که منافع اجتماعی به یه تعادل میرسن. حالا نظریه بازار دیگه که اسمی تو دیگران به یه شکلی گفتن، این نظریه بازار آدمی که در بیاد میکنه، آدم بازار همینه، آدمیست که دنبال منافع خودشه. وقت چهره ای که ازش ظهور پیدا میکنه در بین حاکمان غرب اینه که میبینید این روزا، عرض کنم حالا چه تعبیر بکنم، بگم ماسک دزدی میکنن، این تعبیری که خودشون گفتن، قناعت میکنید؟ این باطن همین فرهنگ مدرن و فرهنگ غرب هست که تبدیل میشه به این. اما اگر شما میبینید میرن اسلحه میخرن برای دوران بحران، برای دفاع از خودشون و حیات خانواده خودشون. یادم از سال 82 نقل شده که نقلای معتبره دیگه، یکی از شهرهای مهم امریکا، یادم نیست نیویورک بود کجا بود، 48 ساعت برق رفته بود، شهر جنگ زده تبدیل شد به شهر جنگ زده. بله، خود شهر نیویورک بود. نیویورک بود. بله، جزیره بله، جزیره 3 مایل آیلند مرکز هسته‌ای بود، فروپاشی کرد، 3 روز 3 شب برق نبود. بعد شد شهر جنگ زده. بله. یعنی اینقدر غارت شد. بله. یعنی وقتی اون نظم پلیسی و دوربین ها از بین میره، این خودشون نشون میده. بله. ببینید در مقابل اون اخلاق، من نمیگم، از عرض کردم نمیگم اخلاق مردم و آحاد غربین است. اونا هم فطرت انسان دوستی دارن، فطرت نو دوستی دارن، اونا هم رنج میبرند. عنایت میکنید؟ من میخوام بگم این نظم مدرن، این ادبیات مدرن، این فرهنگی که تحمیل شده، این گفتمانی که حتی بر خود جامعه غرب تحمیل شده و نگذاشتن ندای فطرت شنیده بشه، اینه که عرض کردم الان میتونه به یه جهش معنوی تبدیل بشه. این در دنیای شرق، در دنیای اسلام اینطوری نیست. آره. اونها هرچه تلاش کردن که انسان شرق رو، انسان مؤمن رو، انسان مسلمان رو، انسان پیرو به مکتب اهل بیت رو تبدیل کنن به یک انسان بازار، نتوانستن. توی یه لایه‌های این کار رو کردن ها، ولی نتوانستن تصرف عمیق کنن. این که میبینید بر اساس یک ایثار انقلاب اسلامی شکل میگیره و از مرز عبور میکنه، مال همینه که اونا نتونستن تسخیر بکنن لایه‌های باطنی این جامعه مؤمنین رو. این روحیه تعاون، فداکاری و ایثار که مال فرهنگ عاشوراست و قرنها در این جامعه نهادینه شده، مال فرهنگ نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو دنیای اسلام نهادینه شده، این روزا تبدیل خودشو نشون میده، به خصوص در یه جامعه‌ای که گستاخی انقلابی پیدا کرده، انقلابی زیستن و آموخته، فداکاری و آموخته، 8 سال مقاومت کرده، شهادت شهید داده، سالها در صدها فرسخ دورتر برای دفاع از مؤمنین دیگه رفته، شهید شده در سوریه و لبنان و جاهای دیگه. این جامعه‌ای که اینقدر روحیه فداکاری سار درش شکل گرفته، حتما روحیه تبدیل به نظم تعاون خواهد شد، به تعاون اجتماعی که این تعاون اخلاقی میتونه یک الگو باشه، ما بعد اینو رشدش بدیم و یک سازمانی برش درست کنیم و اینو به عنوان یک الگو ارائه به جامعه جهانی کنیم، حتی به جبهه مقاومت، به جامعه جهانی خدمات بدیم. اون کاری که من به ذهنم میامد اخیرا حضرت یوسف علی نبینا و علی و علیه السلام کردن تو اون دوران قحطی و تو اون دوران فراوانی امکانات رو جمع کردن، بعد در دوران قحطی نه فقط به کشور مصر، به سایر بلادی هم که حتی خیلی هاشون مؤمن هم نبودن، مسلم هم نبودن، بسیاریشون دیگه کمک میکردن، این بستر گسترش معنویت رو و مکتب معنوی حضرت یوسف فراهم کرد. من به نظرم ما میتوانیم
اون با اون جانمایه و سرمایه‌ای که در درون دنیای اسلام هست، در درون پیروان مکتب اهل بیت هست، یه الگوهایی که الان می‌بینیم از فداکاری و ایثار، از همکاری و تعاون رو، واقعا از ایثار رو عاشقانه از جان خودش می‌گذره. ببینید اونی که میره وارد محیط بیمارستان میشه، حالا آدم وقتی تو محیط خطر میره آرام آرام خدا متعال ترسش رو ازش برمی‌داره، ولی ابتدا هم راه با روبه عنایت میکنی، جانش رو داره میگیره کف دستش، میره تو میدان، بعد از کردم خدا شهامت میده، شجاعت میده، آدم رو بزرگ میکنه، دیگه ترسش میریزه، واقعا از جان خودش میذاره. ایثار در این حد، اینا میتونه الگو سازی بشه، بعد تبدیل بشه به طرح تعاون جامعه جهانی، و جامعه جهانی اگه طعم این ایثار و فداکاری رو بچشه، یک فضای معنوی جدید رو تجربه کنه، آماده پذیرش یک اخلاق جدید میشه، اخلاق پس از دنیای مدرن. و این همون چیزیست که عرض کردم، میتوانه این زمینه باشه برای عبور از دنیای مادی به یک جهان معنوی تر، الهی تر و وابسته تر به تعالیم انبیای الهی، که این مقدمه انشالله عصر ظهور هست. من قبل از اینکه مصاحبه های کوین برات اگه زودتر آماده شدن دوستان بتونیم سکایپ با ایشون شروع کنیم، یک کلیپ یکی از دوستان عزیز بر من فرستاد درست قبل از برنامه، کیفیتش خیلی بالا نیست ولی مت جالبه. توی آمریکا تو شهرهای مختلفی که جمعیت هستش، مسیحیایی که میبودن تو خیابون تبلیغ مسیحیت میکردن، اینها بود همیشه، ولی امروز یه معنای جدیدی پیدا کرده. بعضی افراد میان تو خیابون، یعنی من این تیپا رو ما همه یا دیده بودیم یا تو فیلم ها دیده بودیم، ولی الان تو این سکوت شهرها، تو این مرکز تجاری شهری مثل نیویورک، مرکز تجاری آن جهانی هم هستش، این یک معنی کاملا جدیدی، و این نمونه خیلی جای دیگه دنیا هم داره دیده میشه بیشتر. اگه دوستان لطف کنن این کلیپ رو پخش بکنن. Repent, New York City! Jesus Christ is coming soon! And he is king! And he is Lord of Lords and King of Kings! Alpha and Omega, beginning and the end. New York City, your sins have filled up the cup of God's wrath, and he is very angry with you. Did you know, New York City, that your babies are being removed from the womb and killed at 40 weeks gestation? Innocent lives taken in the name of convenience. Our selfishness and our pride has eaten us up. New York City, do you hear the voice of God today pleading with you to humble yourself in his sight so that he might lift you up? If you run to Jesus, he will not deny you. He will take you in as his own, and he will wrap you in a robe of righteousness. He will give you a garment of praise against the spirit of heaviness. And he can heal this land, my friends. Disease, viruses, bacteria, you don't have to live in fear. We're so afraid of dying, but your soul is eternal. And one day we will stand before the Almighty God, naked in our sin, and we will account for the words and the deeds of our life. The Bible says the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. You can find life in Jesus Christ, in his hand, the soul of every living thing, the breath of all mankind. The word of God is going forth. Do you hear his voice, New York City? The hammer that breaks the rocks. Let him lift you up. Let him breathe life. Let him bring repentance, restoration, and forgiveness. Today is the day of salvation. Do not turn your ear from the voice of Almighty God. The hand of the Lord is not too short that it cannot save, nor his ear heavy that he cannot hear. But your iniquities have separated you from God, and your sins have turned his face away from you. Your hands have become defiled with innocent blood. Your fingers are covered in iniquity. Your mouth speaks lies, and your tongues utter
and mutter all sorts of perversiveness. We are an ungodly nation. America, we must repent. New York City, now is the time. Humble yourself in the sight of God, and he will lift you up. Repent, New York City. Repent for your idolatry. Repent for your waywardness, your pride, vanity, love of money, materialism. در این قرآن هم همین هشدار میده دیگه که هر روز جوابگویی میرسه، قیامت میرسه، باید پاسخ بدی. ولی تو این دنیای شروع بختم تو این مرکزی که مرکز تجاری هستش تو نیویورک، این اصلا یه صدای دیگه است امروز. کسی تصور نمیکرد اینجا قرنطینه بشه. هیچ وقت ساکت نیست. شب و روز روشنه. همه رستوران ها اینجا تا صبح بازن. هیچ وقت چیزی نمیبنده. 24 یعنی شهر نیویورک 24 ساعته است. بعد مطلق کسی نباشه، بعد یه آدمی مثل صدای انبیا بیاد همونا رو بگه که بین تمام ادیان الهی هم همین پیام هستش. و بعد بحث ظهور، بحث بازگشت حضرت مسیح. مثل اینکه آیه که برات پشت خط اجازه می‌فهمم من صحبتم با اون شروع بکنم. من سوال کلی میکنم از ایشون در تو با این تحلیل ایشون نبود این وضع کرونا و از کنم که ابعاد معنوی که در درش هم هست. کیوین، thank you very much. Can you hear me? صدا میشنوید؟ بله صداتون دارم. خیلی خوب. Dr. Baird, my question is a general question about how you see this crisis, the spiritual aspect of what it has created globally. This grand pause that we're all under quarantine and just a moment to think of what's really going on. I wanted your interpretation. Well, I think it's a good time. فکر می‌کنم الان زمان خیلی خوبی هست که به این فکر کنیم که دکترین تمدن جهانی به چه نقطه‌ای رسیده و یه به بن‌بستی در واقع رسیده. قبلا همه تمدن‌های بشری مبتنی بود بر این خواست، یعنی ما به دنبال رسیدن به چیزهایی بودیم که خدا به ما گفته بود. اما در الان در دنیایی که تمدن ماتریالیسم و مادی گرایانه داره، الان تفکر و تمرکز انسان‌ها بر راحتی هست و ابعاد مادی زندگی. پس امروز دولت‌های امروزی جهان تلاش می‌کنند وعده‌های ماتریالیستی بدهند. البته در کشورهای مثل چین داستان متفاوته. الان چی کار می‌کنند؟ الان که دولت‌ها تلاش می‌کنند که مردم رو بترسونن و دچار وحشت و ارعاب کنن اونها رو. و مردم می‌ترسن از این داستان. و خیلی دچار نگرانی هستند و دولت ها اونها رو دچار وحشت میکنند و اونها هم میترسن که جونشون رو دست بدن. الان زمان بسیار خوبی هست که ما الان همونطوری که یکی از مبلغان نیویورکی گفته ما از مدل های معنوی استفاده کنیم. ما نباید از مرگ بترسیم، ما فقط باید از خداوند بترسیم. Kevin, everything. حالا سوالم اینه که ناگهان اتفاق افتاد و اتفاقا حالا چون عکس شهید سلیمانی هم اونجا هستش و ایشون گذاشته اونجا با عمدن گذاشته، منم بهش نگفتم، مثلا خودش گذاشته، میخوام سوال کنم که این واقعی خیلی واقعی تکون دهنده ای بود که ما همیشه حس میکردیم این همینجوری نمیتونه بگذره و بمونه. Kevin, it's interesting you put the image of the martyr Soleimani, the Iranian martyr, and all these things happened right afterwards, after that huge funeral, and also the American media, the American president of both parties claimed that he's the biggest terrorist and the biggest force of evil, and whereas we know who he was and what he did against ISIS. And it all started after that. Do you have any interpretation about this, as we say in the Quranic language, kun fayakun, that has happened in the realm of corona? Do you have an interpretation about that? Yes. Bale. I
به نظر بنده همون رهبرانی که دستور قتل جنرال سلیمانی را صادر کردن احتمالاً اونها هستن که ویروس کرونا را شروع کردن به عنوان یک جنگ میکروبی. این جنگ عمدتاً هدفش ایران و چین بوده. افرادی که در اطراف ترامپ هستن نگران قدرت گرفتن کشوری مثل چینند و میخوان مانع قدرت گرفتن چین بشن از نظر اقتصادی و برای این منظور تلاش کردن کارهای انجام بدن که الان میدونیم اقتصاد جهانی کلن فلج شده. جان میرشایمر مقاله نوشته در مورد اینکه آمریکا چه روی کردی در خصوص قدرت گرفتن اقتصادی چین داشته. من فکر میکنم ما الان در عصر تشدید مبارزه یا تقابل خیر و شر هستیم و شرمسارم بگم که مقامات ایالات متحده خواستن که نقش اون شر رو ایفا کنند. یک سوالم میخوام در تو با این وضع داخل آمریکا، آیندهش خیلی مبهمه و این فروش اسلحه و اینا خیلی نگران کننده است. این صحنه نظرشون چیه؟ Kevin, there is what is your interpretation of the present situation in the US? The great sales of weapons, etc. And do you feel a threat looming? Well, right now America is very quiet. در حال حاضر آمریکا خیلی آروم و بی‌سرصدا است. اما نمی‌دونم که این داستان تا چه زمان این وضعیت ادامه پیدا می‌کنه. I live in the countryside. من در حومه شهر زندگی می‌کنم. مردمی که الان این تو منطقه زندگی میکنن مثل مردمی که شهرها زندگی میکنن طرفدار یا به قول معروف تابع دولت نیستند. اما نمیدونم که تا کی میتونن مردم رو آروم کنن و نذارن که شورش و قیامی داشته باشن. اگر به قول معروف این زنجیره تامین دچار مختل اختلال بشه فکر میکنم ما مشکلات زیادی خواهیم داشت. مثلا اگه محصولی توی فروشگاه ها برای عرضه نباشه احتمالا شاهد نارامی های در امریکا باشیم. آخرین سوالم به عنوان یک مسلمان میخوام سوال کنم، چون ایشون مسیحی بوده که بعد مسلمان میشه و بعد محب اهل بیت هم هست. Given your own personal spiritual journey and where you are now, where do you see the potentials of people becoming more aware of the final truth? Well, the final truth, واقعیت the truth of واقعی و حقیقتی که وجود داره ما ازش به عنوان حق صحبت می‌کنیم، حق مطلق. ما هممون در مسیر رسیدن به اون حق مطلق حرکت می‌کنیم. اما از منظر عواقب سیاسی این حرکت به سمت حق باید عرض کنم که شمار بیشتر و بیشتری از آدم‌ها دارن الان قدرت‌های متوجه شدن که قدرت‌های غربی دارن به اونها دروغ میگن در مورد مسائل کلان و مهم و این سبب نوع ایجاد نوع بی‌ثباتی در نظام سیاسی میشه و نظام و نظم جهانی که شاهدش هستیم و در نتیجه همونطور که عرض کردم ما شاهد تشدید تقابل حقیقت و دروغ میشیم در کنار تقابلی که بین خیر و شر داره شدت پیدا میکنه. اوکی گریت، ثانک یو سو مچ. خیلی ممنون، تشکر میکنم از اینکه در برنامه ما مشارکت کردید. دست خدا به همراه شما باشه، بعداً باز هم در خدمتتون خواهیم بود. Thank you so much. It's an honor to خیلی ممنون. برای من مایه افتخار بود که در کنار شما و جناب آیت الله در این برنامه حضور داشته باشم. Okay. Take care. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. من دو نکته را اینجا عرض بکنم. ببینید ابتلاعاتی که پیش میاد برای انسان‌ها دو جنسه. یا سه جنس. یه جنس عذاب. عذاب مال کفر است و کفران نعمت و این کفرتم نعذابی لشدید. کفران نعمت انبیای الهی به خصوص
عامل عذاب این در سوره مبارک ابراهیم است، بعد از داستان حضرت موسی کلیم دیگه کفران داستان نبوت. این یه قسم عذابه که در اقوام گذشته بوده. یه قسم ابتلا تدارک خطاها و خطیه های ماست. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. اتفاقاتی که بر شما پیش میاد به خاطر مکتسبات خودتونه. بعد عمل کردید تازه و یعفو عن کثیر. خدای متعال خیلی از گناهان شما هم پیامدهشو جبران میکنه، نمیذاره به طرف شما برگرده. ولی همون بخشش که برمیگرده تو این عالمی که خدای متعال آفریده، عالم حالا به تعبیر هوشمند، این اتفاقات میفته. این یه قسمه که تدارک خطای ماست. خیلی وقتا برای مؤمنین عادی هم همین جوریست که خطا کردن، خدای متعال سختگیری میکنه. اتفاقی سختگیری عامل بازگشت آدم ها هم میشه، عامل جبران. یه نوع ابتلا داریم که دیگه اصلا از این جنس نیست. اونهایی که در حال مسابقه در راه خدا هستن، سر و هستی خودشونو به خدا سپردن، دارن مسابقه در راه خدا میدن، اونا دیگه حوادثی که براشون پیش میاد تدبیر خداست، تماما خیره. قناعت میکنید در سوره مبارکه حدید خدای متعال حالا بعد از یه فرازی از آیات میفهمد سار و الا مغفرت من رب بکن، تصویری از دنیا ارائه میکنه و عالم دنیا تصویر عجیبیست. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تفکر بینکم فی الاموال والاولاد. مسئله دنیا، تمام دنیا چیزی جز این پنج مرحله نیست، که عالم دنیا عالم عرض کنم یه عالمی است که اولیاء طاغوت تباغیت مستکبرین ایجاد کردن و یه امتهایی رو تو اون عالم بردن. اونایی که تو اون عالم زندگی میکنن برای طفولیت تا کهنسالیشون برنامه دارن، از لعب تا تکاسل و تفاخر، یعنی مراحل زندگی انسان که مرحوم شیخ بهایی میگن این راجع به پنج مرحله عمر انسانه. بعد میفرماد که ولی کل این بساط یه بساطی است که اونایی که چشمشون به عالم غیب پوشیده شگفت زده میشن، که مثل غیث اعجب الکفار نباتو، اونایی که چشمشون به عالم غیب باز شده همه جلوه های دنیا اونا رو نمیبره. بعد میفرماد که بنابراین شما این یه متاع غرور سابق و الا مغفرت من رب بکن، شما از فرصت استفاده کنید، غرق در دنیایی که دستگاه ابلیس و مستکبرین ایجاد میکنن نشید، سابقو مسابقه بدید با هم دیگه در رسیدن به مغفرت و جنتی که خدا آماده کرده که از فضل خداست. بعد میفرماید حالا اگر تو این مصیبت تو این مسابقه وارد شدید، ما اصابکم من مصیبت، یه سختی هایی تو راه، واقعه هایی برای شما پیش میاد، فل ارض ولا فی انفسکم، واقعی که برای شما پیش میاد که چه در جهان چه در نفس خودتون، گرفتار میشید، بیمار میشید، این حوادث بزرگ در طبیعت پیدا میشه. فی کتاب من قبل ان نبرئها، اینطوری نیست که تصادفا این اتفاق افتاده، قبل از اینکه تو جهان شما ظاهر بشه در یک عالمی ثبت شده. فی کتاب، قبل از اینکه آشکارش کنیم حدودش معینه، با یه نظمی به شما میرسه و بر اساس اون تدبیر به شما میرسه و اینم بر خدای متعال آسانه. ان ذلک علی الله یسیر. بعد میفرماید لکی لا تأسوا، اگر شما سرتون رو به خدا سپردید، تو راه خدا دارید مسابقه میدید، بدونید تصادف نیست، همش تدبیر اوست و تماما خیره. دیگه تأسف از دست دادن چیزی رو نخورید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اگر چیزی بهتون عطا کردن شما رو مشغول نکنه تو این راه، اگر سختی پیش آمد، مصیبت حادثه پیش آمد، متاسف نشید. یادم از علی ابن ابراهیم نقل میکنه که در مجلس یزید رو کرد به امام سجاد علیه السلام، اون آیه قبل خون که ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، وقایعی که بر شما پیش میاد خودتون مقصرید، این شهادت، این اسارت در اثر جرم خود شماست. حضرت فرمودن هیچ ربطی به اون نداره، آیه ما اینه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این واقعی که الان پیش آمده میتونه هر سه وجه درش باشه، برای یه عده عذابه، برای عده کفاره است، به یه عده سابق و لامخ، اینا سرشون رو به خدا سپردن دارن میرن، تماما برشون خیره. عنایت کردین. حالا من یه نکته، پس ببینید این که میگه ما باید توبه کنیم درسته، اونجایی که یه عده کفر ورزیدن یا گناه کردن باید برگردن به دامن انبیا. هم بود که من عرض کردم این بحران هایی که برای بشر پیش میاد، ما در روایت آخر از زمانی چند دسته به اصطلاح حوادث مهم داریم.
یه دسته حوادثی است که روایاتی است که حکایت میکنه از یه واژگونگی اخلاقی در جهان. مفصل توضیح داده تا آخرین مرحلهش که دیگه اصلا معروف منکر میشه، منکر معروف. یه واژگونی گسترده پیداست، یه نظامی داره اخلاق بشری رو زیر و رو میکنه، معروف و منکر رو جابجا میکنه. حالا من نمیخوام نام ببرم، کمتر دورانی بوده که بشر با صدای بلند مثلا از نظریه اکتفا دفاع بکنه، الان دفاع میکنن. کمتر دورانی بوده که اصل پرستش خدا رو انکار بکنن، تو دوران مدرن این کارو کردن. منعت میکنید یه واژگونگی اخلاقی. بعد یه بحران‌های زیست محیطی رو که فراوان در عصر آخر از زمان پیش میاد که به نظر میاد این دومی ناشی از اولی است و بشر اگه بخواد از این نجات پیدا کنه باید برگرده به سوی تعالی منبع. این توبه است که میگفتن، یعنی برگه توبه رجوع از دین مدرنیته به سمت دین انبیاست. و گناهی هم که باید ما ازش، اگر مؤمنین هم یه جایی خطایی کردن و باید کفاره اون خطا رو بدن، عمدتاً اونجاییست که ولایت کفار رو پذیرفتن. اونا یه نظمی بر جهان حاکم کردن، اونا هم قبول کردن. عنایت میکنید؟ من به نظرم میاد توجه کنیم، ما هی مؤمنین رو متهم نکنیم آقا شما گناه کردید، ولی باید توجه داشته باشیم که برای عده خیر محضه، برای عده گناه فرعیه، برای عده نه. کفران نسبت به دستگاه انبیاست، بعد برگردن دوباره به دست به سمت دستگاه انبیا الهی. و من احساس میکنم هر دو اتفاق انشالله خواهد افتاد. حالا عرض کردم همطور که فرمودید معلوم نیست تا کی این ادامه پیدا کنه. بعضی گفتن الان که همایش های جهانی و تا چندین ماه بعد اینها نشست جهانی همه رو تعطیل کردن و کی میشود براش یه چاره ای جست، این خیلی واضح نیست. اگر ادامه پیدا کنه ممکنه واقعا مشکلات اجتماعی فراوانی پیش بیاد و ما حتما باید رجوع به حضرت حق کنیم، توبه، رجوع. ولی توجه داشته باشید که معنی رجوع و توبه چیست و گناه‌های اصلی که ما از اونها باید عبور کنیم چه هستن. آیه مایکل جونز هستن، دکتر مایکل جونز، از کنم که سردبیر مجله کالچرال ورز، جنگ‌های فرهنگی، و نویسنده چندین کتاب خیلی اساسی، از کاتولیک‌های مؤمن هستن و نشست با خیلی از پاپ‌ها داشتن، که از کسانی است که از امریکا به واتیکان زیاد سفر رفته و چند بارم میهمان ما بودن در ایران. اگر از فهمید من یه سوالی بکنم در توانی کلیتی و از معنی. Thank you very much, Dr. Michael Jones. You have my voice? Yeah, I hear you. Good. Okay, good. My question is about the repercussions or the reaction. What do you feel, how do you interpret the coronavirus crisis in the spiritual domain, and it has created a global quarantine. What's the meaning of this? This grand pause. Everybody's just this is the time where many thinkers, like yourself, philosophers, have a time to rethink what's going on. I once was in Tehran. I gave a talk in a mosque. در زمانی در تهران بودم و در مسجدی سخنرانی می‌کردم. And the talk was on sexual liberation and political control. من موضوع سخنرانی در مورد این بود که چقدر آزادی جنسی وجود داره برای کنترل سیاسی در کشورهای غربی. After I gave the talk, the imam said to me. وقتی که بعد از اینکه من سخنرانی کردم، امام جماعت اون مسجد گفتن که آیا هیچ شاهد و مدرک علمی وجود داره که ثابت کنه؟ I think what he was saying was, is this real? یعنی ایشون می‌خواستن در مورد واقعیت صحبت کنن، یعنی می‌خواستن در مورد چیزهایی که دانشمندان از علم و به عنوان واقعیت داره صحبت می‌کنند. So what we're seeing in the United States right now. می‌خوام برای چی گفتم؟ اینو برای این گفتم، این مقدمه رو، که در ایالات متحده از علم استفاده می‌کنن به عنوان مؤلفه و عنصری برای نابودی فرآیند دموکراتیک. علت این داستان این هست که در سال 2019 و قبل از اون هم این روایت جاری در ایالات متحده در کنترل یک گرگ سالاران خاصی بوده. حالا در آن تلاش میکنن از ویروس استفاده کنند، قدرتی که قبلا داشتن بار دیگه استیفا کنند و از آن خودشون کنند. Now the question is how do we سوال مطرح این هستش که ما چگونه میتونیم به این پاسخ بدیم، به این تلاشی که وجود داره.
have to have the big picture in order to understand how to respond. اگه قرار به بقول من پاسخ به این سوال بدیم باید اون تصویر داشته باشیم. We first have to understand. ما باید در وهله نخست باید بدونیم که آدم‌هایی که می‌خوان این نظم و این قاعده رو ما تحمیل کنن به دنبال چی هستن. And then we have to understand the message that they're using. باید بدونیم که از چه پیامی استفاده می‌کنن برای اینکه برنامه‌های خودشون تحمیل کنند. And then we have to understand. و بعداً هم باید متوجه بشیم که چگونه خدا تو این تصویر کلی کجا قرار می‌گیره. Their intentions are clear. They want to create a world where نیت و عزم اونها کاملا روشن هست. اونا میخوان دنیایی داشته باشن که ما به قول معروف به کلیسا نریم، مراکز مذهبی نریم، بریم بلکه بریم سراغ فحشا. God allows evil. خدا به شیطان این امکانو داده تا انسانها رو به قول معروف فریب بده. And what we have to accept is the fact that چیزی که ما باید بپذیریم این هست که ما آدم‌های ضعیف یا شرور در مسند قدرت قرار گرفتن در بعضی جاها. When they have their hands on the levers of power, وقتی که اونها بتوان اهرم قدرت در دست بگیرن، اونها کاری که انجام میدن گاهی فقط از اهرم‌های خشونت استفاده میکنن تا اون خواست و منویات خودشون پیش ببرند. پس اونها این نیت و خواست خودشونو دارن، میخوان نیت خودشونو پیش ببرن، اما این قدرت‌های الهی به صورتی است که خلاف اونها رخ میده در واقع. پس مثلا اگر به داستان حضرت یوسف در انجیل نگاه کنید، میدونید که چیکار کردن. برادرانشون فروختن، ایشون برده شد، در مصر برده بود. اما بعدن قدرت گرفت، اونم در زمانی که فرعون در مصد قدرت بود. دیدیم که قحطی بود، خوشسالی بود در اون منطقه در مصر. And then the brothers had to go to Egypt for و برادران یوسف در منطقه که زندگی میکردن رفتن سراغ مصر تا آذوقه تهیه کنند. And then at that point when Joseph و اون موقع بود که یوسف برادران خودش شناخت. He said the evil you intended to do و به اونها برگشت گفت که شما نیات شیطانی داشتید، اما خداوند باری تعالی اون شر شما رو به خیر تبدیل کرد. That is the course of all of human history. این دقیقاً مسیر تمام رویدادهای تاریخی بوده. خداوند هرگز از این مسیر تاریخی غایب نبوده. What we need to see is حالا چیزی که ما باید ببینیم این هست که خداوند چگونه این شر رو میگیره و تبدیلش میکنه به خیر. خب حالا وضعیتی که شاهدش هستیم واکنشی هست که به این قرنطینه رخ داده. میبینیم که در منطقه مثل سیسیل الان مواد غذایی نمیرسه چون دولت محلیش عملا ورشکست شده. خب معلومه این آدمایی که دوچار گرسنگی شدن تو خونه نمیشینن دست و دست بذارن که بمیرن از گرسنگی. پس هرچه این جریان قرنطینه شدن بیشتر و طولانی‌تر بشه، واکنش های مردم توأم با خشم بیشتری میشه. ما به دنبال خشونت نیستیم، اما اگر خشونتی رخ بده ممکنه در خروجی این اتفاق خوبی داشته باشیم. واقعیتی که الان داریمش. خیلی ممنون دکتر جونز، از شما تشکر میکنیم. زمان ما محدود بود، اگر نکته دیگه‌ای داشتین خیلی خوشحال خواهیم بود که بفرمایید. I didn't hear the last part of what you said because if you want to if you want to contribute anything else that I haven't asked, please free to say it, express it.
خب پس وضعیتی که الان شاهد اون هستیم این است که یک عده محدودی استراتژی رو خودشون دنبال میکنند و استراتژی اونها این هستش که این قرنطینه تا هر چه زمان طولانی‌تری هست حفظش کنند. ما افرادی مثل بیل گیتس داریم، جفری ساکس داریم، یا آنتونی فاوچی داریم. اینها نماینده همین گروه محدود حاکمان هستند یا ثروتمندان. اینها میخوان این وضعیت قرنطینه رو حفظش کنن تا فصل تابستون. هدف اصلی اونها عبارت هست از اینه که یه وضعیتی فراهم کنن که دونالد ترامپ بازم در انتخابات ریاست جمهوری پیروز بشه. هدف ثانویه اونها این هست که اقتصاد رو به وضعیتی برسونن که یعنی به نقطه نزدیک صفر برسه و اقتصاد جوری که دلشون میخواد بازسازی کنند. این در منطقه‌ای که من در ایالت ایندیانا زندگی میکنم مردم کاملا با این وضعیت مخالف هستن. من در منطقه سنت جوزف زندگی میکنم، فقط یه مرگی ما داشتیم اینجا. دیدیم که یه مرد 84 ساله بود که زاتوریا گرفته و رفته بیمارستان محلی. ایشون فوت کرد. ایشون تستش کردن. تست کرونا ازش گرفتن. تستش نتیجهش مثبت بود. و بعدش ایشون فوت کرد. Now if it weren't for the hysteria in the media, we never would have tested. به قول معروف به رسانه‌ها ببینیم همه دارن فضای تشویش و نگرانی تبلیغ می‌کنند. And if he hadn't been tested, he wouldn't have died of coronavirus. خب مثلا اگر این تشویش رسانه این نبود، شاید اصلا تست نمی‌داد و مشخص نمی‌شد که کرونا گرفته. So that is the situation here in Indiana. می‌خوام بگم در ایالتی مثل ایندیانا ما چنین وضعیتی داریم، فارغ از اینکه در مورد نیویورک داستان‌هایی که گفته میشه. The situation in New York is unique. وضعیتی که ما در نیویورک داریم در مقایسه با مناطق مختلف ایالات متحده منحصر به فرده. Because of 9/11. علت اون هم 11 سپتامبره. When those buildings came down, وقتی که اون دوتا برج به قول معروف سقوط کرد، دیدیم که یک انبوهی از توده های ابری سمی به هوا پخش شد. And when that dust came down, all the people in New York breathed that toxic dust. اون مواد سمی وارد ریه های مردم شد، سبب شد که به قول معروف اون دستگاه تنفسیشون نابود بشه. همه کسانی که توی نیویورک بودن به قول معروف دچار ناراحتی ریوی و شوشی شدن و این نشون میده که چرا الان آمار مرگ و میر تلفات در نیویورک اینقدر بالاست. اما در دیگر جاهای امریکا چنین وضعیت رو ما شاهد نیستیم. پس وضعیتی که ما شاهد اون هستیم این هست که نوعی حمله متوجه دولت امریکا شده، به نوعی یعنی به این صورت که یک عده محدودی که قدرت سالار هستن میخوان خاص خودشون در قالب قرنطینه تحمیل کنند. این قرنطینه ای که ضروری هیچ ضرورتی هم نداره و نتیجهش نابودی اقتصاد کشوره. خیلی ممنون دکتر جونز، از شما تشکر میکنیم. در فرصت دیگه در خدمتون خواهیم بود. سپاسگزارم. خیلی ممنون نادر. خب این آقای جونز یاد من تویش هم دادم بود که بازم حرف داشت و باید اینو میگفت که تحلیلش هم بزن تحلیل حرفای خوبی گفت. خوب نگاه پیشینی و پسینیش به شما حضرت عالی خیلی شبیه بود. بله حالا من عرض میکنم. بله بله این یک کلیپی ما داریم که چند هفته است میخواییم پخش بکنیم. آقای دکتر کرمی پشت خط هستم. قبل از اینکه ایشونو داشته باشیم، یک در واقع طرحی رو آمریکا پیاده کرد
رو ژنوم ایرانی در دانشگاه استنفورد و رئیس پرداخت به این ژنوم ایرانی دختر ثابتی بود که رئیس ساواک بود، پردیس ثابتی. این خانم خیلی سال پیش، 6 سال پیش ما با آقای دکتر کرم یه جلسه داشتیم در مورد یه بحث دیگه، این موضوع پرده برداری شد. این ثابتی هستش، شکنجه‌گر، که دخترش رئیس این در واقع آزمایش ژنوم ایرانی است که از ایرانیا خیلی نمونه گرفتن و بعد این رو روش از چند سال پیش دارن کار میکنن. ایشون رو در واقع اینکه این ماجرا رو یکی از میهمانای افقانو کشف کرد، یکی از آمریکایی که اومده بود، آقای وین ماتسن، یکی از نویسندگان و جستجوگران حقیقی اطلاعاتی آمریکا، اومده بود همین موزه عبرت و عکس این آقا رو دید. بعد تحقیق این دائم تو تلویزیون آمریکا حرف میزنه، الان یه بساز بفروش ساختمانی معروفه، دخترش هم توی دانشگاه هاروارد تحصیل کرده، کارش هم ژنومه، ژنوم ایرانیه. و این قبل از اینکه ادامه بدیم این کلیپ رو پخش میکنیم که از همین گروه ایرانیه که اونجا هستن رو ژنوم ایرانی کار کردن، این هم پخش میکنیم، بعد میریم سراغ آقای دکتر کرمی که پشت خط هست. اگه پخش بکنید ممنون میشم. My name is Russ Altman. I'm a professor of genetics and bioengineering at Stanford University, and I'm the principal investigator of the Iran Genome Project. Hi, my name is Roxana Donishchu. I am a medical student and Howard Hughes fellow working in Russ Altman's lab, and I am working as the lead researcher of the Iranian Genome Project. Mustafa Ronaghi, and I'm one of the partners in the Iranian Genome Project. Who am I? I am Pardis Sabeti, or I like to say Pardis Sabeti. I am Iranian-American, geneticist working at Harvard University. My name is Nima Ahmadi. I'm an undergraduate student at Stanford studying biomedical computation. This project is it came about because it's a deep pet project of another fellow Iranian of mine, Mustafa Ronaghi. So I've been thinking about the Iranian Genome Project actually for several years. The first time I started talking about that was in the Sharif reunion in Santa Clara in the Bay Area. I felt that probably it's me who should take on this responsibility, but I'm not going to be able to do that alone. So that's why I started talking to a few Iranian friends, including Pardis, and she kindly accepted to work with me. And we had to work with other people who were prominent in the field, and we chose Rostam. So we're excited about the Iranian Genome Project for two reasons. First of all, we're going to get a great sample of the diversity of the Iranian people and hopefully be able to reconstruct the history of migration and settling of Iran. And so studying the diversity of those populations, the genetics of those populations, we can start to explore diseases in those populations. We can know something more about the history of the different populations on Earth. It all ties together. So it's not just important for us, but it actually puts a context into other populations as well. Secondly, we want a good genetic background so that as we try to understand genetic diseases that might exist in the Iranian population, we have a very good set of background statistics so we know what's normally seen, so in a diseased person we can see what might be the change that's causing the disease. That we're 99.9% similar, all humans on Earth, you know, have the same genes, those genes are mostly the same, but there's these single changes in different parts of our genome that actually make all the differences that we see in populations. And as a future physician, I'm looking forward to the era of personalized medicine where we'll use genomic information to prescribe drugs and to diagnose diseases and treat our patients in a personalized genomic manner. We've learned from genetics in the last couple of years that having a very specific baseline background genetic information is very important for picking out especially the rare variations that may cause disease. Genetics is really pursuing the understanding of those different differences between individuals. This study is particularly important to me as an Iranian because in the future I want to be a part of personalized genomic medicine. I want there to be an understanding of what genetic variation is unique to me. And by me, I mean my entire population.
Having been born in Iran, this project is culturally relevant to me as well because of the value I put on my own cultural heritage. And I'm really excited to be working on this project because it's right at the intersection of culture, technology, in an area that interests me the most. You know, it's a really deeply interesting pursuit. It's actually a very mathematical form of biology because we're looking at all these different changes and trying to understand them in a quantitative way. And it can lead to a lot of really extraordinary discoveries. And so as an Iranian, participating in this project or benefiting from it, what we're going to have is the genetic data that will allow us to deliver personalized medical advice, personalized medical diagnosis, and hopefully personalized treatments based on the particular genetics of the Iranian people. This is a project that incorporates both technology and culture, and Iranian Americans in particular are very involved in the technology sector in the United States, so it's very much in line with their interests. Moreover, I think, as some of my colleagues have already said, that this project, it can actually foster a greater sense of community and identity within the Iranian population because it uses biological science, not history, to expose our shared identity and our similarities. And I think that's very exciting. My dream outcome would be that the first 100 Iranian genomes have been sequenced and that the data from the study is being used by scientists around the world interested in studying Iranian-specific diseases, that the knowledge from this project and where the variation lies in the Iranian population will be taken into account when drug companies do genomic sequencing and consider a whole diverse array of populations. We've set up a website called irangenes.com where we provide the basic information about the study, how to get involved, and some of the initial information associated with getting started. We hope it's easy to use, and we hope that people will go to irangenes.com and think about participating. So please consider visiting our site so that we can get a diverse group of people and help benefit not only the Iranian population, but all of science by providing information on this population which has never had their genome sequenced. محدوده کاملا خاورمیانه رو دور زده و هیچ اطلاعاتی در اون محدوده وجود از اون پاپولیشن از اون جمعیت اونجا وجود نداره سال. و اتفاقی که میفته اینه که شرکت های داروسازی وقتی که یه هدفی رو برای دارو انتخاب میکنن اطلاعات جنومی اون هدف رو میان تطابق میدن و میتونن نگاه میکنن که کجا بیشتر از همه کجای اون سکانس اون توالی بیشتر از همه همخونی داره و سعی میکنن دارو رو بر روی اون محدوده دیزاین کنن و روی حساب اگه مثلا اطلاعات ژنومی ما وجود نداشته باشه میتونه اون دارو رو ما اثر نکنه یا اینکه اگر اثر بکنه اثرش مطلوب نباشه و این باعث میشه که مثلا دوز دارو رو بخوان خیلی بالاتر برن. خب هر دارو هم عوارض فرعی داره و میتونه خیلی خطرناک باشه. I did it. خیلی سلام آقای دکتر کرمی. سلام آقای دکتر و مهمان محترمتون هم سلام عرض میکنم و به همکارانت. ما الان این کلیپ ژنوم رو پخش کردیم که دو هفته عقب افتاد. میخواستم یه توضیح کوتاهی بفرمایید و بعد ادامه بحث داشته باشیم با شما. خودتون متوجه شدید مردم ایران دیدید این پروژه سال 2011 در دانشگاه استنفورد آمریکا راه اندازی شده و دیدید که دوستان چی میگفتن که چون ما اطلاعات ژنوم ایرانیان رو نداشتیم مجبور شدیم بیایم این کار رو انجام بدیم چون این اطلاعات اختیار کمپانی های دارویی قرار بگیره که برای ملت ایران دارو بسازن. واقعا خودتون متوجه اهداف این پروژه شدید، بنابراین من میخوام الان با تعدادی از تصاویر و اسنادی که براتون آوردم نشون بدم اینها دنبال چه اهدافی هستن که اومدن ژنوم ملت ایران رو انجام دادن. اگر دوستان نشون بدن اون تصاویر اولیه‌ای که من براشون فرستادم و تهیه کردم تا ببینید
که این خانم رکسانا دانشجو که یکی از اعضای تیم بود و خانم پردیس ثابتی که دیدید و آقای رونقی هم که اون شرکت دستگاه سیکوینسر رو داره با بودجه که از بنیاد پارسا گرفتن، همچنان که میبینید من اون باکس ها رو نگاه کنید، من دقیق براتون نوشته ما همه اطلاعات جنوم دنیا رو داشتیم، دقیقا اشاره کرده به ریس ایرانی، ما نژاد ایرانیان رو سکانسش رو نداشتیم چون نژاد ایرانیان خیلی دایورس هست، میدید ما خیلی نژادهای مختلف داشتیم. اون باکس رو نگاه کنید نوشته چون دولت ایران اجازه نداد ما این کار رو در داخل ایران انجام بدیم، مجبور شدیم بیایم از ایرانی آمریکایی ها استفاده کنیم، نزدیک 114 تا ایرانی از دقیقا اشاره کرده، ببینید گفته 250,000 دلار بنیاد پارسا که میدونید بنیاد ایرانی آمریکایی عجیب و غریبی، از سالا جلسه پیش اشاره کردن به ما پول داد تا ما بیاییم دقیقا هم اسم رئیس ایرانیان رو میرایی دکتر، نژادهای ایرانیان، اقوام مختلف ایرانیان رو، و اونجا هم اشاره میکنه ما دنبال این هستیم که این نژادها چه تفاوتی با هم دارن. وقتی بنده بحثا رو بار اول جلسه اول کردم خیلی ها گفتن دیگه بحث ژنتیک و نژاد نداریم اصلا، و جالبه میبینید در همینجا صریحا این صحبت های خانم رکسانا دانشجو هست با یکی از رادیوهای محلی. خواهش میکنم دوستان برن تو سایت و این رو بخونن و تصویر بعدی رو ببینید که اینا چه هدفی از انجام این پروژه داشتن، چون دقیقا اون زیر اشاره میکنه که ما دنبال این بودیم که تفاوت های ژنتیکی اقوام مختلف ایرانی رو پیدا کنیم تا بتوانیم این اطلاعات رو در اختیار شرکت های دارویی قرار بدیم. پرسونال مدیسین همونجوری که اشاره کرد، یعنی به طور شخصی ما بتونیم داروهای اختصاصی برای نژاد ایرانیان رو بسازیم. وقتی ما این صحبت ها رو قبلا مطرح میکردم خیلی ها میگفتن آقای دکتر کرمی توهم توطئه داره بحث نژاد میکنه، ما بحث نژاد نمی کنیم، در داخل اسناد این پروژه نوشته شده که اینا دنبال نژاد ما بودن، چون میدونن ما دارای تنوع ژنتیکی هستیم. بنابراین لطف کنید دوستان عزیز نشون بدید که آمریکایی‌ها برای چی دنبال سکانس ژنوم ملت ما هستند. دانشگاه استنفورد به چه حقی وقتی دولت ایران اجازه نمیده این پروژه در ایران انجام بشه، به چه حقی میره از ملت ما استفاده می‌کنه؟ چون کل ایرانی در خارج کشور هستند. و جالبه در یکی از تصاویر خانم رکسانا دانشجو مدیر این پروژه هست که دیدید چه اشاره‌ای کرد، گفت ما اطلاعات رو در اختیار شرکت های دارویی قرار میدیم، ولی عجیب اشاره میکنه که ما اطلاعات رو در اختیار دانشمندان دنیا قرار میدیم. ما بارها با ایشون مکاتبه کردیم، خود بنده شخصا ایمیل زدم، خانم دانشجو شما یک ایرانی هستی حداقل یک ذره عرق ملی داشته باش، این اطلاعات رو در اختیار ما قرار بده، ما به ملت خودمون خدمت کنیم. 2012 الان 2020 هست، هنوز این اطلاعات در اختیار ما قرار نگرفته، هرگز هم این اطلاعات رو به ما نخواهند داد. ما میدونیم از این اطلاعات چه استفاده ای میکنن. ژنوم ایرانیان 114 نفر از اقوام مختلف ایران رو فول سکونس کردن و اطلاعاتش رو نگه داشتن. ما امیدواریم که با این پیگیری ها که در انجام میشه انشالله بتوانیم به حقوق ملت ایران برسیم. این اطلاعات باید به ملت ایران برگرده به طور کامل و اینها حق ندارند این اطلاعات برای کمپانی های داروی خودشون جهت تولید داروهایی برای مردم ایران استفاده کنند. مسئولین وزارت بهداشت باید مراقبت بکنند، کمپانی های داروی ما باید مطالبه بکنند، اساتید دانشگاه لطفاً تصاویر بعدی رو دوستان نشون بدن که اینا دنبال اهداف خاصی هستن. همینجی که میبینید این پروژه هایی که الان توسط اینها داره انجام میشه قطعاً داره اهداف خاصی است. من بعید میدونم اینها نیت خوبی داشته باشن. اگر نیت درستی داشته باشن این اطلاعات به اختیار ما قرار بدن. ببینید این یک شرکتی هست که دانشگاه استنفورد زده و داره از این اطلاعات استفاده میکنه برای طراحی داروهای اختصاصی، همجور که اشاره کرد خانم دانشجو و خانم ثابتی، برای بیماری های خاص ایرانی ها، حتی به وارفارین اشاره کرده در پروژه، به بیماری های خونی اشاره کرده. و ما چون این مطالعات رو بنده 7-8 ساله دارم ادامه میدم، داده های ما در سطح بسیاری بالاست، خدا رو شکر بسیار از حقوقدان ها با ما تماس گرفتن، از مجلس تماس گرفتن، قراره به طور جدی وزارت خارجه دنبال این هست که هم در حوزه صحبت های قبلی که کردم هم در بالای این پروژه
انشالله اقدامات صورت بگیره. و من خواهشمندم استاد بعدی رو اگر نشون بدید تا من صحبتم رو کوتاه کنم. ببینید در اینجا نقشه رو نشون میده، اهداف پایینیش رو مینویسه این پروژه رو، چون دستیابی به این اطلاعات خیلی برای ما سخت بود ولی بالاخره خدا رو شکر به دستمون آمد. البته بهتون بگم سایت پروژه رو مسدود کردن درست پس از صحبت‌های جلسه آخر بنده، سایت پروژه رو مسدود کردن، دسترسی به سایت ایران ژنوم رو بستن. اون پایین اهداف این پروژه رو داره می‌نویسه و دقیقاً میگه ما می‌خواهیم از این استفاده کنیم برای اهداف تجاری، در حالی که شعارشون اهداف بشر دوستانه بود. و حالا که ادامه میدیم بحث رو، من خدمت شما خواهم گفت که این اطلاعات از لحاظ بعد ژنتیکی، پزشکی، پیشگیری، تشخیص، ساخت واکسن‌ها، داروها، کیت‌های تشخیصی، میلیاردها دلار اطلاعات این پروژه میتونه برای اینها قیمت داشته باشه. من خواهش میکنم برای اینکه وقتم کوتاه هست میخوام خط بکنم یکی دو تا اسلاید دیگه هم از وقتش کنم به کرونا تا ببینید که وقتی ما گفتیم کرونا اینها رو عبور بکنید یا نه، در داخل همون سایت وجود داره. دوستان لطف کنم، من میترسم این سایت رو هم فردا پس فردا ببندن و این اطلاعات رو هم احتمالاً از اینترنت حذف میکنن، چون دانشمندان ایرانی، ژنتیسین‌های ایرانی، پزشکان ایرانی دقت کنن در اینجا یک بنیادی که وابسته به یک گروه خاصی از ایرانی هستن. ببینید چه میگه، اگر دقت بکنید میگه درخواست کمک میکنیم، شما که نژادتون خالصه بیاید دی ان ای بدید که در این پروژه استفاده بشه. اینا وابسته به همون بنیاد پارسا هستن. به اسلاید بعد رو اگر دوستان لطف بفرمایند، با توجه به اطلاعاتی که من تونستم از اینجا به دست بیارم، اینها به دنبال نژادهای ایرانی خاص، اقوام ما، فرهنگ ما، تمدن ما، دین ما هستند. من اینجا واژه رو میگم، آقای دکتر وقت ندارم، یک بار دو تا قبل با هم صحبت کردیم، اینم در یک از سایت ها اومد، یک فیلسوف ایرانی در خارج کشور میگه چه کسانی میترسن از این جنوم ایرانیان به دست مثلا غربیا بیفته. بعدا بخوانید ببینید اهداف اینا چی هست. من اشاره به یک کلمه میکنم بحثشو میذاریم بعد، که اینها با دین ما هم کار دارن، با اعتقادات مذهبی ما کار دارن. من 5 سال پیش درباره پروژه فان وکس، آقای دکتر خودتون من میدونم واژه رو شنیدید الان خاطرتون اومد، پروژه فان وکس یا فاندامنتالیست وکسین صحبت کردم، کتاباشو معرفی کردم. بماند در یک فرصت دیگری بگم اینها حتی پروژه دین زدایی به روش ژنتیکی را هم شروع کردن. شاید به نظر خیلی هم پروژه عجیب بیاد ولی شاید یادم شما کلیپش رو حتی پخش کردید. اجازه بدید ما دوباره شماره میگیریم چون صدا خراب شد. میخواید حالی تو این فرصت یک صحبتی در مورد؟ بله، عرض کردم، من عرض کردم نمیخوام راجع به این کرونا قضاوت پیشینی بکنم. بله. ولی هم احساس کردم از سالی قضاوت پیشینی جدی دارید. اون کشیش امریکایی هم ظاهرن همینطور بودی، قضاوت کاملا پیشینی داشتین و دستساز میدونست و مسترد میکرد به قدرت های پنهان که بعضشون هم اسم برد. بله. و همچنین جناب دکتر کرمی هم، من احساسم اینه که ایشون هم همینطور دنبال اینو یه امر پیشینی میدونن. منتها حضرت عالی یه نگاه به نظر من فرانگرانه تری بود نگاهتون. صحبت که میکردیم میفرمودید که وقتی حرکت تمدنی اسلام به نقطه ظهور خودش رسید بعد از انقلاب اسلامی و وارد مرحله چالش تمدنی شد و تهدید کرد، به خصوص بعد فروپاشی شوروی دیگه که غربی ها خیلی احساس خطر کردن، احساس کردن سنگر بعدی لیبرال دموکراسی است. اینها به خود آمدن و چند تا کار رو کردن. قبل حالا جنگ 8 ساله که بماند، 11 سپتامبر رو شروع کردن برای تسخیر ایران، اعلام هم کرد بوش دیگه که مرکز شرارت ایرانه، 2001 افغانستان، 2003 عراق، 2005 ایران. بله. و تو این زمینه موفق نشدن، داعش رو ایجاد کردن و برای ایجاد جنگ داخلی و حالا اون پیشنهادی که بهشون شده بود که لبه های خونین رو ببرید داخل تمدن اسلامی نذارید با ما درگیرشن، اونم به نفع جبهه حق و جبهه مقاومت تمام شد در مزید. همه اینه به نفع جبهه حق. اینها این بار یه کار جهانی کردن، چون احساس کردن که انقلاب اسلامی داره یه موج جهانی بزرگتری ایجاد میکنه، یه موج جهانی ایجاد کردن برای مقابله با انقلاب اسلامی، برای اینکه به طور کلی فضا رو برای انقلاب محدود کنن. شما کرونا رو یه پدیده دستساز و مدیریت شده میدونید برای همچین اتفاقی.
که حالا میتونه خروجش هم مثلا حکمرانی مجازی یا چیز دیگری باشه، در صورت یک جنگ بر علیه انقلاب اسلامی است. البته خدای متعال هم و مکرو و مکر الله فعلا دامن اونها رو گرفته. البته ببینید این آدم هایی که نام برد، این آیه امریکایی، این آدم هایی که نام برد حاضرن قربانی بگیرن از جامعه بشری برای اینکه به منافعشون برسن. تو جنگ اول و دوم هم کار کردن، تو جنگ های دیگه هم کار کردن، یعنی به کشته های اپیدمی هایی که اینا ایجاد کردن در افریقا و کشتارهای فراوان، اینا حاضرن چنین کاری بکنن. براشون مهم نیست که مردم امریکای و اروپا هم هزینه بدن برای اینکه برسن به منافع بعدیشون. بنابراین این قضاوت پیشینی رو من نمی کنم، ولی استالی های پروفسور کرمی و بعضی دیگه از غربی هایی که این قضاوت پیشینی رو کردن خیلی بی حساب نیست که اینها ایجاد کردن برای عبور دادن جامعه جهانی. منتظر طلب با یه نگاهی می فرماید که اینها چون درگیر یه رقابت تمدنی هستن به احساس میکنن که این جنگ تمدنی افول اونها رو تسریع میکنه، میخوان با ما تسویه حساب کنن، یعنی با انقلاب اسلامی با تمام وسعتی که داره، جبهه مقاومت و عقبه های او در دنیای غرب، و میخوان جهان رو به دوران باز دوباره تک صدایی و گفتمان منحصر فضای غربی برسونن. زنان ختم بس شد. آیا بفهمید خدمتتون هستیم؟ بله، عرض میکردم ببینید این همون سندی است که خواهش میکنم اساتید خوب نگاه کنن به این عنوان و بعد برن این سند رو دانلود کنید بخونید. 58 صفحه است. بنیاد راکفلر در می 2010 گزارش می نویسه در صفحه 18 آن، حتما این گزارش راهبردی رو همه مسئولین محمد تو باید بخونن. میگه پاندمی ها یا همه گیری ها رو در جهان تصور میکنه. این سناریو بیست هست، این کاری که بنیاد راکفلر میکنه سناریوهای آینده‌ای که جهان باش مواجه خواهد شد رو میگه و در صفحه 18 دقیقاً میگه که ما پاندمی های خواهیم دید. و جالب اونجا میگه در چین پاندمی خواهد اومد، قرنطینه خواهند کرد همه چین رو، و چین از همه کشورها جلوتر جلو این پاندمی رو خواهد گرفت، ولی این پاندمی به دنیا خواهد رفت. معلومه پیش بینی ها شده. حالا اینکه هی بگن توهم تاتا است، اگر بعدیشو نشون بدید خواهید دید درست یک ماه قبل از همین جمله معروفی هست که این راکفلر در اون گزارش خودش میاره، این ریپورت درباره و با همکاری بنیادهای بسیار بزرگ جهانی این گزارش تهیه شده، بنیادهای راهبردی که کنترل دنیا رو میخوان به دستشون بگیرن. و در تصویرش بعدی شما خواهید دید که اینا چه اهدافی دارن، چون درست یک ماه قبل از اولین اتفاقی افتاد در صفحه 18 به نام لاک استپ این قشنگ توضیح میده این سناریویی که اتفاق افتاده از علم و تکنولوژی و فناوری چقدر کمک خواهد کرد به همون افرادی که اون استاد دانشگاه آمریکایی میگفت این الیت هایی که اسم میارن اینا بتونن دنیا رو کنترل کنن. بنیاد راکفلر یک بنیاد براندازی است که مثل بنیاد سوروس اینها انقلابای سبز را میندازن، دولت عوض میکنن، حکومت جابجا میکنن. و دقیقا اینجا این استپ ها رو توضیح میده. و ببینید این طرح 201 یک در واقع، ببینید اینا اگر لطف کنن دوستان بعدن برن این رو مطالعه بکنن، ایونت 201 یک مانور دور میزی مبارزه با در واقع این پاندمی های جهانی است. درست یک ماه قبل از پاندمی کرونا شروع شد و در اونجا اشاره میکنه دقیقا اینها پشت سر هم یک سناریو چیدن. برید ایونت 201 رو، من فیلماشو دیدم، گزارشاتشو خوندم، برنامه ریزی میکنه که یک پاندمی بزرگ بیاد آمریکا باهاش چه کار خواهد کرد. و عجیبه که این از کنترل خارج شد. و در اسلاید بعد شما میبینید که لطف کنید ببینید سه تا بنیاد اساسی که این ایونت رو برقرار کردن. ایونت 201 بزنید تو اینترنت دوستان اساتید دانشگاه و کامل این رو بخونید تو چه سناریوهای اوورده که اینجا اپیدمی های خواهد اومد، کره زمین رو فرا خواهد گرفت و چه تأثیرات اقتصادی خواهد داشت، ما چجوری پریپرد باید بکنیم خودمون رو با تمام این شعارها. این ویروس عجیب و غریب که ساختار ژنتیکیش متفاوته خود اونها رو درگیر کرد. و من اعتقاد دارم که اونها برنامه‌ریزی کرده بودن، چون برای ببینید سه تا بنیاد عظیمی که این ایونت رو برگزار کردن، بیل و ملیندا گیتس، بنیاد راکفلر و
World Economic Forum اینا رو میشناسید، اینا بزرگترین بنیادهای الیت کنترل کننده جهانند که میخواهند به دولت آمریکا سرویس بدن که با رژیم صهیونیستی با سایر اون گروه های تروریستی که شما دارید میگید در دانشگاه جان هاپکینز این فروم برگزار شد. این مانور دورمیزی است، من جزئیاتش رو به طور کامل خوندم، بذارید جمع‌بندی بکنم در اسلاید بعد بهتون بگم چه اتفاقی افتاد که کرونا وقتی اومد در دنیا اینها فکر نمی‌کردن یک ویروس کوچک پیچیده‌ای که حالا ریکامبینانت هست، دستکاری شده هست و توسط چه کسانی این رهاسازی شد در اون بازار به دنیا رسید. در اون نقشه‌ای که اونجا زده اون پنل رو بخونید، درست تو این فروم کنار میز پنل مانور بیولوژیک گذاشتن، اونجا میگه که این ایونت رو خواهد داد و به یک پاندمی تبدیل خواهد شد. درست این در یک ماه قبل از این پاندمی شروع شد. برای اینکه حالا برسم به کرونا دو تا سند بعدی رو نشون بدم و ختم بکنم، من تصورم این است که NSSM200 رو همه فرهیختگان دنیا میشناسن، سندی مال امنیت ملی آمریکاست. هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا این گزارش رو نوشته. در این سند محرمانه کلان افشا شده که دوستان برن کاملش رو بخونن، اون حرف معروف هنری کیسینجر اومده که ما با نفت دولت‌ها رو کنترل خواهیم کرد و با غذا ملت‌ها رو کنترل خواهیم کرد. در لطف کنید قسمت بعدی رو نشون بدید که خروجی این می شود یه پروژه به نام دیپاپولیشن. بخونید هنری کیسینجر چی میگه با توجه به این که میگوید یکی از اولویت های سیاست خارجی آمریکا باید دیپاپولیشن جمعیت باشه، کنترل جمعیت، و یکی از روش های کاهش جمعیت اپیدمی هاست، ویروس ها هستند. ببینید هزینه درمان سن بالاها همچنین که آقای دکتر آمریکایی گفتن بسیار در آمریکا بالاست. اینهایی که از تولید افتادن، از اقتصاد افتادن ولی هزینه دارن. عجیبه کرونا هم سن بالایی ها رو از بین میبره و جالبی بیمارستان سن بالایی ها رو میذارن تو راه رو، میگن بذارید اینها ببینید. تفکر آدمایی مثل ترامپ هست و بوریس جانسون در اونجا که برگشت، ترامپ گفت این ویروس چینی، اونم گفت herd immunity. دقیقاً واژه‌اش یعنی همون تکامل، یعنی قوی ها بمانند ضعیف ها بمیرند. و در آخرین صحبت هم میخوام خدمتتون بگیرم این پتنت رو لطف کنید ببینید، این یو اس پتنت ثبت اختراع اینا در سال 2014 ویروس کرونا رو پتنت کردن. در لطف کنن دوستان اساتید برن توی سازمان ثبت اختراعات آمریکا ببینن 2014 2017 2018 همینجور کرونا ها دارن ثبت اختراع میشن. مگه میشه ویروس رو ثبت اختراع کرد؟ این پروژه میگه ما داشتیم واکسن کرونا رو میساختیم و توضیحاتش بسیار مفصل، وقت ندارم بدم. اینا ویروس رو هم حتی پتنت میکنن، همینجور که زعفران ما رو بردن پتنت کردن، همونجور که ژنوم ما رو سرقت کردن. و آخرین مطلبی که ارائه بدم و وقت شما رو دیگر نبینم، اسلاید آخرم هست که در اون میبینید که اینها با توجه به برنامه ریزی های بزرگی که به نام منش گذاشتن میگا پروژکت، پروژه های کلان، پروژه های کنترل جهان، مثل سند 20C، مثل سند 2050، مثل سند اقتصاد، کنترل اقتصاد جهانی که میخواستن همه چی رو زیر یوغ خودشون در بیارن و بعد پروژه های زیستی رو آوردن با روش های زیستی که میدانید من همیشه اعتقادم این بودم، چون که بیل گیتس در اون اسلاید قبلی که شما نشون دادید در جلسه قبل گفت تهدیدات آینده دیگه بمب اتمی نیست، دیگه سلاح‌های پیشرفته نمیدونم نظامی نیستن، یک ویروس میتونه کره زمین رو کلاپس بکنه و 30 میلیون نفر رو بکشه. بنابراین بحث من این است، اینا ملت ایران رو چرا بعد از چین، کره جنوبی و بعد ایران و بعد ایتالیا که من بحثو مطرح کردیم، خیلی‌ها گفتن این توهم توته است، به قول شما نظریه ما نظریه علمی است و الانم بهتون نشون دادم. من فکر میکنم آقای دکتر، اساتید محترم، ما باید یه اقدام جدی بکنیم. اولا این کرونا اومد تا خیلی ها رو ادب بکنه و کرد
اینا دارن برمیگردن که ببینن فضایل اخلاقی که از کره زمین بره بشر دچار مصیبت میشه. شما به چه حقی میایید با ژنوم یه ملت دیگه بازی میکنید تا براش دارو بسازید؟ با حیات مردم من، با سلامت مردم من میخواید تجارت بکنید؟ این بلاها سر خودتون میاد. ما باید کنترل خودمون رو بیشتر بکنیم. وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، بذرهای تراریخته‌ای که دارن وارد کشور، همین بنیاد راکفلر تو فیلیپین مرکزی ساخته، کمپانی مونسانتو در آمریکا، تمام به بذرهای دنیا رو میخوان کنترل شده و بذرهای تراریخته بکنن. خدا رو شکر ما جلوش گرفتیم. مجلس آینده با قدرت باید جلوی دستکاری قضا و سلامت مردم این را رو کنترل بکنه. انشالله اجازه ندیم کنوانسیون های خل سلاح رو با تقویت جلو ببریم تا اینا نتوانن تو آزمایشگاه های اطراف ایران سلاح های بیولوژیک بسازن علیه ملت ما. متشکرم آقای دکتر کرمی، انشالله که موفق و معید باشین. شب شما بخیر. شبتون بخیر. خب برای آخر برنامه رسیدیم. این بحث های دکتر خیلی به جا، این بحث تقابل تمدن ها که آخرش میرسه، این تقابله. بعضی شاید تصویر بزرگتر متوجه نباشن که این همون تقابل است و کدوم فرهنگ غنی تره و اون میمونه و کی کیو تهدید کرده که این همه توطئه پشت سر هم و اینا رو میشه لیست کرد. و فقط ما نگیم، بیان آمریکایی یا اروپایی یا آزاده بیان هر نکته به نکته رو تفسیر بکنن و بگن برای کسایی که باورشون نمیشن. بله. یه مرات فرمایشاتشون خب گسترده تر از بحث صرفاً یک جنگ بیولوژیک بود، ولی به نظر میاد ایشون نگاه پیشینی دارن، معتقدن که این طراحی شده برای جنگ بیولوژیک، برای اهداف بزرگ، ولی طبیعتاً موفق نشدن و بحران به علیه خودشون شده، به تعبیر اصطلاحی به مکرو و مکر الله. به نظر میاد، من یه نکته رو مکرر عرض میکنم، میگم ما به هیچ وجه، البته میدونید این اطلاعات خیلی هنوز اطلاعات فوق سری است، در دست کسی نیست. الان مثلا بحث 11 سپتامبر بعد از 2 دهه که ازش گذشته، آرام آرام بخشش داره از فوق سری بودن داره میاد بیرون و کم کم به دست ما میرسه، روش کتاب نوشته میشه. یا حتی جریان داعش الان این هنوز تو مرحله فوق سری است، ولی اگر واقعا یه جنگ بیولوژیک باشه، ما حتما باید در مقابلش کسب قدرت بکنیم. ما ناچاریم از این که اگر جنگ بیولوژیک از قدرتمند بشیم، همونی که قرآن فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوته، ما باید به قدرت برسیم، قدرتمند بشیم، موازنه قدرت رو در جهان به نفع خودمون تغییر بدیم، نه حتی به شکلی که مثلا چین میخواهد موازنه قدرت رو به نفع خودش تغییر بده. اون نمیخواد پارادایم های حاکم بر جهان، چارچوب های معرفتی رو تغییر بده. ما میخواهیم کلن معادلات و تعاریف حاکم بر جهان عوض بشود و وارد جهان عصر ظهور بشیم. بنابراین ما باید موازنه رو به نفع خودمون تغییر بدیم. اگر جنگ بیولوژیک باید توانا بشیم، و اگر فراتر از جنگ بیولوژیکه، یعنی اهدافی مثل این که عبور از نظم مدرن به یه نظم پسا مدرنی و حکمرانی مجازی است. و ترس کردم، من به نظرم میاد با همه این اهدافی که اونا دارن، ما باید قدرتمند بشیم. ما در فضای مجازی باید ورود کنیم، موازنه رو به نحوی تغییر بدیم که ما رو در مدیریت فضای مجازی مشارکت بدن، کاربر بودن. حتی اگر شما تلاش به نفع خودتونم بکنید، این موازنه رو تغییر نمیده. ما باید کاری بکنیم که موازنه تغییر کنه در مدیریت فضای مجازی و دخیل بشیم، حتی جامعه جهانی از این عرصه عبور بدیم آرام آرام. ما طرحمون نیست که جهان مجازی درست کنیم با مدیریت ما، این طوری نیست. ما جهانهای حقیقی و جهانهای واقعی داریم غیر از این جهان محسوس که تازه باید با اونا هم آشنا بشیم. حالا ما بشر از جهان محسوس هم ببریم تو جهان خیالی و فضای مجازی دنیا، این که خیلی ظلم بشریت، زندان کردن بشر. الان ببینید این کاری که الان دارن، همین رزمایش شما ببینید واقعا چه زندانی برای بشریت درست کردن. عادتش میدن به زندان، ممکنه یک زندانی به زندان خودش عادت کنه، کما اینکه ما به دار دنیا عادت کردیم. عادت میکنی از دنیا سجن مومن. این زندانی که درست کردن واقعا زندان فضای مجازی و میخوان مدیریتش کنن، از همین عالم محسوس هم ببرن تو عالم توهمات. و البته اونجا یه جهانی برای خودش هست دیگه، حتی میدونید دیگه تصرفاتی که الان دارن بررسی میکنن که مشابه سازی کنن فضای حقیقی رو در فضای مجازی، حتی حواس رو کنترل کنن و
فرض کنید سلسله اعصاب رو تحریکاتی که میکنن. من عرضم اینه، این ما باید نمیخوایم چنین کاری رو بکنیم. اگر میگیم ما باید قدرتمند بشیم، در فضای مجازی ورود کنیم، به مدیریت فضای مجازی دست پیدا کنیم، برای اینکه اولا ضعف‌های اخلاقیش رو بتونیم کنترل کنیم و گردش محتواش رو بتونیم کنترل کنیم، و ثانیاً از این محیط هم بشریت رو عبور بدیم. ما در اصل ظهور با جهان‌های غیب بشر رو می‌خوایم آشنا کنیم. کار حضرت اینه، میان پرده‌های غیب و کنار، این کلمه مقیب تام الهی وقتی ظهور میکنه ما رو با جهان‌های غیب بیشتری آشنا میکنه، نه اینکه ما رو از همین جهان محسوس هم ببره توی جهان متوهم و زندانی میکنه تو اون جهان متوهم. بنابراین نقشه‌های بزرگی اونا بی‌تردید دارن، حالا چه تصرف پسینی باشه چه حالا بعد از این، بالاخره دارن این کارو میکنن. الان بعضی سیاستمدارهای دنیا گفتن که ما میخوایم بریم به چه سمتی، مشکلات اقتصادیمون رو چه جور حل کنیم، این از کنم بدهی که تو دنیا دارن و مسائل دیگه شون رو حل کنن، و به نظر فرمایش اساسیان به نظر من خیلی قابل تعامله، و چجوری میخوان حل و فصل کنن با رقیب تمدنی خودشون این انقلاب اسلامی. ولی مسئله این است که من تلقیم اینه انشالله این میتواند اگر ما خوب عمل کنیم، اگر ما پروتکل های خودمون رو داشته باشیم، اگر ما رقابت تمدنی حفظ کنیم، دنبال رو اونا نباشیم. حتی من به نظرم میاد این توانایی هایی که دستگاه بهداشتی و صنایع و از کنم دانشمندان ما و پزشک جامعه پزشکی ما از خودشون نشون دادن که عقبتر از جامعه جهانی نیستن، دیگه ضرورت این که ما از پروتکل های عرض کنم سازمان بهداشت جهانی هم تبعیت بکنیم از بین میبره. چون هم متهمن، میدونید تمام مجموعه زیر مجموعه سازمان ملل متهم به توطئه های بزرگن، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت، اینا میدونید همشون متهمن که جهان سومو در فقر نگه داشتن. حالا اینا همین سازمان از کنم بهداشت متهم است به ایجاد اپیدمی جهانی. حالا این اسنادش منتشر شده، لازم نیست من عرض بکنم، خیلی سری نیست. بنابراین ضرورتی نداره که عزیزان ما، دانشمندان ما، دانشمندان عرصه‌های پزشکی و رشته‌های وابسته‌ای که الان فعال شدن الحمدلله و خب جوابم داده، ضرورتی نداره که اون پروتکل‌ها رو خودشون ملتزم بدونن، خودشون تواناتر از اونها هستن، میتونن الگوهای جدید برای جهان طراحی بکنن. در صورت من تلقی می‌کنم که میتواند این امر منتهی به سرعت افول تمدن غرب، سرعت فروپاشی و عرض کنم ورود به نظم معنوی و عصر ظهور بشه. بخشی از مأموریت از عهده ما خارجه، به دست خود حضرت و قوایی هست که حضرت با اون تو عالم کار میکنن، ولی اون بخشش که مربوطه به ماست ما باید در مقیاس تمدنی به واقع نگاه بکنیم و دیدمون محدود نباشه و تصمیمات در مقیاس یه رقابت تمدنی بگیریم تا انشالله بتونیم این پدیده رو تبدیل کنیم به یه بستری برای عبور به سمت یک جهان پر از معنویت و اخلاق و گرایش های توحیدی انشاءالله شو. که سعادت کل بشریت درش تأمین میشه و دست این سلطه‌گرانی که خود غربی ها از دست اونا به تنگ آمدن انشاءالله کوتاه بشه از سر بشر. خیلی ممنون از حضور عزیز عالی و خدا انشاءالله برکت بده به تمام لحظاتی که تمام انسان هایی که تلاش میکنن روشن کنن، روشنگری کنن این اوضاع رو و یک فرصت، واقعا یک فرصتی الان و نیاز هست که خب خوشبختانه یعنی هر جایی که یک تلویزیونی داشته باشه که این بحث مهم به نظر مهمتر از هر بحث دیگه با حضور یک جمع بین المللی که بر تلاش کنیم به یک تفسیری برسیم از لحظه که درش هستیم. تشکر میکنم از حضرت علی و همه همکاران ازتون و از پروفسور کرمی برای این زحماتی که کشیدن. صمیمانه تشکر میکنم. چکه. تشکر میکنم.